اپلیکیشن هایی که دسکتاپ اپلیکیشن هست. بله. گفتم نیاز به اینترپریتر داره. نیاز به اپلیکیشن ها بله. اون وب اپلیکیشن یا اون اپلیکیشن هایی که در دسکتاپ رن میشه. نه خیلی، تنها وب اپلیکیشن ها. تنها وب اپلیکیشن ها ضرورت به اینترپریت دارن و دسکتاپ اپلیکیشن ها همیشه کامپایل میشن. درستم؟ خب، نیاز است که بیشتر در مورد کامپایل اینترپریت براتون معلومات بدم یا نه؟ بسیار. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوم درس خود شروع میکنیم در قسمت دیتابیس آنالیز اند دیزاین. با اینکه خب روز قبل صحبت شد، اما امروز فکر کردم یک تعداد همسفیت گیرنستان هم بیاین. خب اشکال ندارم، پس ادامه میدیم از همون قسمتی که گپ زده بودیم. ادامه میدیم در مورد که دیتابیس چی است، انتیتی، اتریبیوت گپ زده بودیم، مدل های دیتابیس هم خواندیم، دو مدل که مدل فلت بود و مدل ریلیشنال بود و نواقص و خوبی هر کدام هم در موردش گپ زدیم. موضوع که امروز شروع میکنیم و میایم سر اصل گپ، خود دیتابیس متد هست، روش ها یا شیوه های کارکردن با دیتابیس، که باز هم در قسمت دیتابیس متد دو متد مختلف وجود داره که یکی فایل سیستم است و یکی دی بی ام اس، همین چیزی که همیشه شنیدیم و مشهور است، دیتابیس منیجمنت سیستم. اگر اطلاع داشته باشیم قبلا، یعنی در ابتدا دی بی ام اس وجود نداشت، بلکه در سیر تکامل دی بی ام اس به وجود آمد. در ابتدا زمانی که از دیتابیس ها استفاده می شد به شکل فایل سیستم بود، یعنی روش یا شیوه استفاده از فایل ها که به شکل فایل های مجزا و مستقل بود، به طوری که در هر کامپیوتر معلومات باید موجود می بود و از طریق یک اینترفیس هر یوزر پشت یک کامپیوتر می نشست و همراه دیتابیس کار می کرد. مشکلاتی که در اینجا وجود داشت این بود که اولا خود یک سیستم اداره مرکزی وجود نداشت، چرا که در فایل ها در هر کامپیوتر پراکنده یا دیستریبیوت بود و برای مدیریت هر کدام ضرورت بود که جداگانه هر کدام از کامپیوترها و منابع یا ریسورس هم مدیریت کرد. ببینید اصل طریقه کار به این شکل بود که در دیاگرام نمایش داده شده، فایل 1، فایل 2، فایل 3، یعنی سه محلی که ما فایل ها رو در این ذخیره میکنیم که مطمئن هر کدام یک کامپیوتر بود، حالا ممکنه یک کامپیوتر کلاینت یا سرور. برای دسترسی به هر کدام از اینها یک API یا اپلیکیشن پروگرام اینترفیس جداگانه وجود داشت، به خاطر که هر یوزر بتونه دسترسی داشته باشه با فایل ها و بتونه با دیتابیس ارتباط برقرار بکنه، دیتا رو بگیره و دیتای جدید ذخیره بکنه. اما میبینید مشکلی که اینجا وجود داره، هیچ کدام از این فایل ها به هم دیگه ارتباط ندارن یا ریسورس های ما کاملا جداگانه سپریت هستن. به این خاطر ما ضرورت داریم که هر کدام بتونیم جداگانه مدیریت بکنیم. و یک چیز دیگه که اینجا مشکلی بر ما به وجود میاد است که ببینیم، فرض کنیم هر کدامی مثال چی رو براتون بدیم، یک برانچ یا یک نمایندگی رو براتون بدیم. فرض کنیم دیتابیس است، مربوط به یک دفتر است یا مربوط به یک بانک است، مربوط به یک پانتون است، یک قسمت فولش در یک مکان، یک قسمت فولش در یک مکان، حال ممکنه یک مکان فیزیکی داخل یک اتاق باشه یا مکانهای فیزیکی دورتر ذخیره میشد. در این حالت اگر یک مشتری یا یک محصل، یک بهتر از کاستومر بگیم، یک مشتری جدید در این قسمت در این دیتابیس ذخیره میشد، در این دیتابیس خوب وجود نداشت، پس مجبور بودیم که چی کنیم، از این به مرور زمان به شکل تناوبی یا پریودیک از این کپی تهیه بکنیم و داخل یکی هم ایره به شکل سینکرون در بیاریم، یعنی دیتایی که در یک دیتابیس داشتیم در دیتابیس دیگه هم باید کپی میشد. و این چه مشکلی رو با ما به وجود می آورد؟ ریپیتد دیتا، دیتای تکرار رو به وجود می آورد. عین دیتایی که اینجا داشتیم باید اینجا هم کپی میکردیم، در غیر از خود دیتابیس ناقص یا کمبود می داشت. خب در این حال وقتی که دیتا رو هر بار مجبور هستیم جداگانه ذخیره کنیم، معلوم داره که ریسورس یا منابع بیشتری رو برای ذخیره کردنش نیاز داریم. ساده‌ترین ریسورس که میتونیم اینجا نام بگیم در واقع همون حافظه اصلی است، حافظه‌ای که ما باید اطلاعات داخلش ذخیره بکنیم. مشکل دیگه‌ای که در این حالت با وجود میاد سینکرونایزیشن پرابلم است، همین چیزی که اشاره کردیم، یک مشتری جدید مراجعه میکنه به این برانچ و این نمایندگی، معلومات اینجا ذخیره میشه اما ممکنه بعداً به یک برانچ یا نمایندگی دیگه مراجعه بکنه، حالا چطور ما اطلاعات اینجا هم داشته باشیم؟ مشکل است. یعنی به شکل بسیار ساده بفهمید به شکل بسیار ساده میشه گفت که چی؟ مجبور بودیم که داخل ریم و استوریج ها داخل فلش ها کپی بکنیم، از این مکان کپی بگیریم ببریم در اون مکان دیگه، یه کپی را پیست بکنیم تا معلومات در هر دو نقطه یا در هر دو مکان وجود داشته باشه. یعنی یکی مشکل همزمان سازی اطلاعات بود، در همه مکان ها باید عین شکل موجود باشه، این دیتایی که در یک مکان وجود داره باید در مکان های دیگه به عین شکل موجود باشه و اگر در این قسمت تغییر میاد این دیتا اپدیت میشه، اتوماتیکلی باید در اینجا هم اپدیت صورت بگیره که این کار امکان نداشت. و اگر امکان داشته باشه به شکل چی است؟ منوال است، یعنی به شکل دستی باید بریم دیتا رو اونجا کپی بگیریم انتقال بدیم فیزیکاً به یک مکان دیگه و یک از مشکلات بود. مشکل دیگه که در اینجا با وجود میاد لاک سکیوریتی است، مطمئنه که امنیت پایین است. ببینید هر کدام این مکان ها باید امنیتش هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ غیر فیزیکی یعنی معنوی گرفته شود. مثال ساده سادهش مثال میشه از آنتی ویروس ها و ترت های امنیتی شروع کرد، که در اینجا اگر ما کمپیوترهای جداگانه
و محله‌های جداگانه برای ذخیره‌سازی اطلاعات داشته باشیم، باید از هر کدام محافظت بکنیم به شکل جداگانه. یعنی بالای هر کدام باید مستقلانه یک سافیر امنیتی رو اینستال بکنیم. فایروال‌ها جداگانه اینستال شه، آنتی ویروس‌ها جداگانه اینستال شه، و همچنان وقتی که محل ذخیره‌سازی اطلاعات مجزا باشه، پس یوزرهایی که میتونن دسترسی پیدا کنن به هر کدام باز هم مجزاست. پس ما نمیتونیم اینطوری یک پالیسی امنیتی رو بالای هر کدام به شکل مشترک وضع کنیم. مجبور هستیم بالای هر کدام به طور جداگانه پالیسی امنیتی خود وضع کنیم. درست؟ یک دید کلی براتون پیدا شد نسبت به دیتابیس متدایی که به شکل فایل سیستم عمل میکنه. در حقیقت بینا هم میشه دیتابیس گفت، اما شیوه ذخیره سازی و دسترسی اطلاعات فرق داشت. به شکل فایل های جداگانه و مستقل بود. شیوهی که امروز استفاده میشه و بسیار مشهور است و نواقص شیوه قبلی رو برطرف کرده او DBMS است، یا یک سیستمی برای مدیریت معلومات، Database Management System. در این حالت مشخصاتی که وجود داره یا بهبود و امکاناتی که وجود داره مثل Easy Operation هم Maintenance است. مطمئنن وقتی که ما اطلاعات در یک مکان مستقل و واحد ذخیره بکنیم، مدیریتی و نگهداری هم برای ما آسان تر است. فلکسیبل منیجمنت، میتونید اینو مدیریت کنید به شکل بسیار منعطف یا انعطاف پذیر. وقتی که شما یک پالیسی را در این قسمت رن بکنید، مطمئنا چی میشه؟ تمام یوزرها رو تحت تاثیر میاره. نیاز نیست که هر کدام جداگانه بخواید مدیریت بکنید. less resource required، مطمئنا دیگه وقتی که مکان های مختلف آوردیم به یک مکان واحد، نیاز ما به منابع کمتر میشه، هم منابع هاردویر و هم منابع سافتویر. دیگه به چندین کامپیوتر نیاز نداریم، تنها به یک کامپیوتر نیاز داریم. خب مطمئنا این کامپیوتر باید از لحاظ پرفورمنس کامپیوتر بهتری باشه، و همچنین از لحاظ سافتویر هم دیگه چندین اپراتینگ سیستم نیاز نداریم، یک اپراتینگ سیستم کفایت میکنه و تمام مطالب دیگه‌ای که در نظر بگیریم در بخش سافتویر. های سکیوریتی، امنیت بسیار بالا داره. چرا؟ به خاطر که یک مکان واحد است و خارج ذخیره سازی اطلاعات، و میشه که امنیتی رو بسیار و خوبی تامین کرد. هر چقدر که شما زحمت بکشید سر یک مکان مجبور هستین که کار بکنید، و میشه که امنیتی رو بهتر تامین کرد. نیاز به یک سافتویر امنیتی است، نیاز به یک فایروال است، میشه ایرا متناوبا و به طور منظم اپدیت کرد و اپگرید هم نمود. موضوع دیگه always synchronized، اصلا دیگه موضوع synchronization اینجا مطرح نیست، این دیگه همیشه synchronized است. چرا؟ که دیتا از هر قسمتی که بیایه، از هر کمپیوتری و از هر مکانی که بیایه در یک مکان ذخیره میشه، و دیگه اصلا نیاز نیست که ما اینو بخوایم چی بکنیم، ورژن ها یا نسخه های مختلفی رو کپی و پیست کنیم در جاهای مختلف. کل دیتا در یک جای ذخیره میشه، اما کسایی که از این استفاده میکنن میتونن در هر جایی قرار داشته باشن. پس این دیتای ما خود به خود همیشه synchronized هست و نیاز به synchronization بیشتر از این ندارم. موضوع دیگه رستریکشن ماکس لول است که در قسمت امنیت هم شامل میشه. وقتی که شما دیتاتون در یک مکان ذخیره بکنید و یک سیستم برای دسترسی به داشته باشین، میتونید که در اینجا اکسس لول ها رو تعریف بکنید. مثال یک بخش برای یک لول یک یوزر مشخص برای یک اکانت برای مدیر بسازیم که اون سوپر منیجر است، صلاحیت کامل داره، و یک صلاحیت دیگه بتیم برای کارمندهای معمولی. حالی مدیر با بیشترین صلاحیت ها دسترسی داره، بیشترین کارها رو میتونه در یک دیتابیس انجام بده، اما یک یوزر معمولی کارهای کمتر رو میتونه اینجا انجام بده. و بعدن کمی پیشتر گرفتیم یکی از ریسپانسیبیلیتی یا وظایف دی بی ام اس امی است که بتونه چندین لول یوزرها رو اجازه بده، اجازه دسترسی. و بعدن هم که ما در دیتابیس کار میکنیم، شما اولا خود دیدین که ما میتونیم یوزرهای مختلفی رو تعریف بکنیم که هر کس صلاحیتی یک کار رو داشته باشه. مثال یک یوزر فقط بتونه دیتا رو دیده بتونه ریپورت تهیه کنه، دیگه هیچ تغییرات آورده نتونه، یا یک یوزر بتونه که دیتا رو تغییر هم بده، یک یوزر دیگه که صلاحیتش بیشتر است هم بتونه دیتا جدید در دیتابیس ذخیره بکنه، هم دیتا قبلی رو ببینه و حتی دیتا غلطی یا اضافی رو هم دیلیت هم بکنه. یعنی چندین لول صلاحیت ما میتونیم به وجود بیاریم، و هر وقتی که یک یوزر میخواد که به این دیتابیس دسترسی داشته باشه، مطمئن باید از لایه یا از سطح چی بگذره؟ دی بی ام اس. پس ما میتونیم اینجا چی رو وضع بکنیم؟ رستریکشن رو وضع بکنیم که دسترسی افراد که صلاحیت ندارن به اینجا محدودتر بشه. خب دیاگرام هم باز استفاده کنم، نیاز به تشریح خاصی ندارم. در این حالت ما دیتا رو در یک مکان ذخیره میکنیم، رابط یا اینترفیس بین یوزر و اصل دیتابیس فیزیکی ما خود سیستم دی بی ام اس است که این رو انشالله کم بهتر میخوانیم، که خودش در حقیقت مجموعی یا سافتویر ها است، کلکشن آف سافتویر هست. هر یوزر با API خود، یعنی اپلیکیشن اینترفیس خودش دسترسی داره. ممکنه یک شخص از طریق وب اپلیکیشن دسترسی داشته باشه، یک شخص از طریق دسکتاپ اپلیکیشن، و ما میتونیم برای هر دوی دیزاین بکنیم. حتی شما میتونید یک دیتابیس داشته باشین که هم از طریق اینترنت اکسس بکنیم و هم از طریق پروگرام هایی که در کامپیوتر اینستال میشن، و این بسیار خوب است.
یکی از بسیار خوبیه که در قسمت وجود داره این است که میشه دیتابیس از طریق شعبه های محلی یا لوکال داخل کشور دسترسی پیدا کرد و اگر مثلا رئیس همون کمپانی یا شخصی که صلاحیت داره به یک مکان دور سفر میکنه ریموتی را اکسس بکنه از طریق اینترنت و این یکی از فواید بسیار خوبه دی بی ام اس است که از هر مکان هم لوکال و هم ریموت میشه ایره اکسس کرد. تمام اپلیکیشن اینترفیس ها با یک دی بی ام اس ارتباط برقرار میکنن و در حقیقت این دی بی ام اس است که دیتا را از اصل دیتابیس میگیره و پس دوباره در اختیار یوزر قرار میده. علیکم السلام. حال دی بی ام اس شناخت این کمتون، حال میایم در مورد خود دی بی ام اس بزنیم. از دیتابیس متد، روش های دسترسی و کار کردن با دیتابیس دو تا شد، یکی فایل سیستم و یکی دی بی ام اس. حال ببینیم که خود دی بی ام اس در حقیقت چیست و میخوایم بیشتر هم روش آشنا شید. اختصار دیتابیس مجموعه سیستم است. همونطور که گفتیم مجموعه ای از سافتویر ها است، در حقیقت یک سافتویر گفته نمیتونیم، مجموعه ای از سافتویر هاست که امکاناتی را برای یوزر فراهم یا مهیا میسازه که یوزر بتونه با دیتابیس کار بکنه. بسیار ساده در دری میگیم کار بکنه، منظور ما از این کار کردن چی است؟ دیتای قبلی را ببینه، دیتای جدید اضافه بکنه و معلومات قبلی را بتونه ادیت بکنه. در قدم این سه فانکشنالیتی باید حتما وجود داشته باشه تا بتونیم به یک دی بی ام اس بگیم و خب مالدار که امکانات امنیتی هم باید در پلوش وجود داشته باشه. در این دیاگرام ببینید یوزر یا پروگرامر هر دو شده نظر میگیم از طریق اپلیکیشن اینترفیس خود ارتباط برقرار میکنن و خاطر چی؟ که ما نمیتونیم مستقیما ارتباط یوزر با دی بی ام اس فراهم بکنیم، باید یک سافتویری باشه، ممکنه باز هم میگم یا دسکتاپ اپلیکیشن باشه یا وب اپلیکیشن، تا کوئری یا درخواست های یوزر را به چی برسانه؟ به دی بی ام اس برسانه. یعنی اینجا ما یک اینترفیس یا واسطه را حتما ضرورت داریم و بعد وقتی که درخواست ها رسید در اختیار چی قرار میگیره؟ دی بی ام اس قرار میگیره. دی بی ام اس از طریق سافتویر هایی که وجود داره دسترسی پیدا میکنه به اصل دیتابیس و دیتا را در حقیقت همیشه دی بی ام اس داخل دیتابیس ثبت میکنه و یا از دیتابیس دریافت میکنه و این خاطر بسیار امنیت بالا هم داره و توانایی و پرفورمنس بالایی هم در قسمت داره. درست؟ خوبیش چیست؟ چرا از دی بی ام اس امروزه استفاده میشه؟ مطمئن کانترولینگ ریدندنسی، نیاز به کنترل کردن جداگانه نیست. ریدندنسی رو مفهومش میدونیم دیگه نه؟ چندتایی، چندگانه. ما مثل که در فایل سیستم دیدیم مجبور نیم که هر مکانی را که فایل ها را ذخیره میکنیم جداگانه مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم، اما در قسمت دی بی ام اس فقط کافی است که یک بار ما کنترل بکنیم یا یک بار چی داشته باشیم مدیریت بکنیم دیتابیس. Restricting unauthorized access تمام میشه گفت، در مورد هر کدوم گپ زدیم، حال خلاصه ای را نوت میکنیم که دسترسی اشخاص که فاقد صلاحیت هستن او را ما محدود میکنیم. یعنی حتما ببینید در دیاگرام وقتی که یک شخص میخواد دسترسی پیدا کنه به دی بی ام اس باید از یک لایه سکیوریتی گذر بکنه، یعنی در حقیقت عموم ولیدیشن از طریق یوزرنیم و پسورد صورت میگیره. اگر نتونه از این لایه عبور بکنه مطمئنا دیگه به دیتابیس دسترسی هم نداره. Providing persistent storage for program object and data structure. این برای شما بسیار اهمیت داره به خاطر مسئله کمتر سن هستین و در حقیقت ماشاءالله هر کدومتون یک پروگرامر هستین، نه؟ از امیال میشه گفت. یک شیوه ای رو برای پروگرامرها فراهم میکنن که بتونن دیتای خود را مستقیما در دیتابیس استفاده بکنن. من مثال ساده شو براتون میتونم. چند روز پیش یکی از دوستان از من پرسید که چطور میتونیم در یک وبسایت امکاناتی رو به وجود بیاریم که به طور مثال نشان بده در این روز امروز چند نفر وبسایت رو بازدید کرده، دیده شده، دیروز چند نفر دیده شده، در این هفته چند نفر دیده شده و در این ماه. و این رو شاید دیده باشین در بعض وبسایت ها وقتی که میرین نمایش بده که بازدید امروز چقدر بوده، از دیروز چقدر بوده. من برشون گفتم که شما میتونید به دو طریق کار انجام بدین، یا همین دیتا را که چند بار بازدید شده در فایل ذخیره بکنید یا در دیتابیس ذخیره بکنید. در ساده ترین حالت ما میتونیم در یک فایل ذخیره بکنیم، یک فایل نوتپد بسیار ساده TXT، یک عدد فقط ذخیره میکنیم که چند مرتبه، مثلا 10 مرتبه، 20 مرتبه، چند مرتبه امروز بازدید شده و مطمئنا هر باری که یک شخصی میه وبسایت باز میکنه یک عدد به عدد قبلی افزایش میدیم. اما مشکلاتی اینجا وجود داره. وقتی که شما بخواید کی رو در دیتابیس نمایش بدین، اول باید فایل باز بکنید و محتوای داخلش رو بخونید و بعد اینو تبدیل کنید به چیزی که پروگرام بتونه نمایش بده. خب زبانی که ما در اونجا استفاده میکنیم PHP است. درست؟ PHP نمیتونه که مستقیما یک فایل باز بکنه، محتوای داخلش رو بخونه و نمایش بده، بلکه شما باید بسیار مجموعه فرمانهایی رو برش بدین تا بتونه این کار انجام بده. برش بگیم که از خط چندم بخون تا خط چندم این فایل در کدام حالت باز میکنه، چرا کار کردن با فایل هاست. اما اگه شما اینو در دیتابیس ذخیره بکنید، همین دیتایتون بسیار ساده و راحت، خود PHP دارای فرمان هایی است که مستقیما میتونه به دیتابیس کانکشن و معلومات داخل تیبل ها رو به راحتی بخونه. پس این
ببینید اینجا وقتی که میگیم یک ذخیره سازی دائمی را و پایدار را فراهم میکنه به خاطر چیست؟ که اگر شما دیتاتون رو داخل فایل ها ذخیره بکنید، وقتی که بخواید دیتا رو بخونید داخل یک پروگرام و ازش استفاده کنید، به مشکلات زیادی دچار میشین. یعنی خودتون باید فایل بخونید، این پروگرام این کارو براتون نمیکنه. اما اگه داخل دیتابیس دیتا رو ذخیره بکنید، اکثر زبان ها نه تنها پی اچ پی، مثال ویژوال بیسیک، سی شارپ، تمام اینها میتونن که به دیتابیس اکسس کنن و معلومات داخل دیتابیس بخونن. یک قسم خستم حالا باشه بریم خواهد. چرا؟ خب Permitting interface and action using roles هست که ما میتونیم چی بکنیم؟ اجازه بدیم به اینترفیس ها، اینترفیس های مختلف که هر یوزر از طریق اینترفیس دلخواه خود بیاید به دیتابیس ما کار بکنن. چند سلایت بهتر DBMS اینترفیس هم میخوانیم و شما میبینید که در اول ما یک اینترفیس نداریم، بلکه بسیار انواع مختلف اینترفیس هایی داریم که میتونیم از طریقش با دیتابیس کار بکنیم. ولی اگر موضوع فایل باشه، فایل سیستم، مطمئنن که ما فایل فقط به یک شکل میتونیم ازش استفاده بکنیم، نه با اینترفیس های مختلف. پرواینی ملتیپل یوزر اینترفیس ای بسیار برای ما اهمیت داره. مثال بله، شما اگه یک فایل داشته باشین، فایل همزمان یک نفر میتونه باز بکنه. خب اگه بگیم مثلا نتورک چندین نفر باز کنه، اکسس کسی کار کرده فکر میکنم. وقتی که دو نفر همزمان یک دیتابیس اکسس باز کنه چه اتفاق میفته؟ دقیقاً دیدیم تا حال وقتی که شما یک دیتابیس دکسس باز میکنید، یک فایل تمپوری در پهلوی دیتابیس هم باوجود میاد که او در حقیقت چی میکنن؟ ریکارد ها رو بلاک میکنن. چرا؟ که شخص اول وقتی کار میکنه این مفهوم دیگه بی‌معناست که یک شخص دیگه همزمان بتونه او رو تغییر بده. فرض کنید من یک دیتا رو انتری میکنم، شخص دیگه در همون لحظه رو دیلیت بکنه یا تغییر بتونه، به این خاطر ملتیپل اکسس اونجا وجود نداره. ولی دی بی ام اس امکانات برام فراهم میکنه که حتی میلیون ها نفر همزمان به دیتابیس بتونن دسترسی پیدا کنن و اینجا کار خود انجام بدن. موضوع دیگه در ادامه گپ های دیروز ماست که گفتیم به اکسل دیتابیس بگیم یا نگیم، Presenting complex relationship among data است. وقتی که ما دیتا زیاد و مغلق داشته باشیم، باید حتما یک ارتباطی بین این دیتا وجود داشته باشه. در مورد فایل ها بسیار مشکل است، اما وقتی ما یک DBMS داریم، مطمئن ما بعداً میخواییم Relational Database، یعنی یک R در شروع اضافه میشه، RDBMS، که بین دیتا ما یک رابطه برقرار است. نظر به این رابطه تمام اطلاعات اضافه بکنیم و هم اطلاعات نمایش بتیم و تغییر بتیم. Enforcing integrity constraint است، قیود یا محدودیت ها را میتونیم وضع بکنیم. مثال در یک فایل، خب میشه قیود و محدودیت ها را کمتون وضع کرد، اما خودتون تصور بکنید در یک فایل ناتبند ما چطور میتونیم جلوگیری بکنیم از اینکه مثلا یک شخص نام خود بیش از 6 حرف تایپ نکنه، یا مثلا مجبور بسازیم شخصی که به طور مثال جندر یا جنسیت خود تعیین بکنه. بسیار مشکل است. اما در دیتابیس این کارها از همون اساس و پایه شروع میشه، در دی بی ان اس ها که شما محدودیت ها رو وضع میکنید. در یک فعل ضرورت است که نام یک شخص از 6 حرف بیشتر نباشه، پس ما اینجا قید وضع میکنیم، محدودیت ها. یا به طور مثال میگیم که این که پسورد نباید مثلا از 6 حرف 8 حرف بیشتر باشه، یا دیدین در وبسایت ها در پسورد نباید فاصله یا کریتر اسپیس استفاده بشه. این قسم کانسترنت ها یا قیود و محدودیت ها را ما میتونیم بالای دیم مثال به آسانی وضع بکنیم. این مفاهیمی که حال دارم براتون بگم دانه به دانه گوش بگیرید، زر نیست که میخانیک بکنید، فقط یک آیدیا براتون، یک مفکوره پیدا شد. چرا بعدا انشالله که در ما اسکیل رسیم با کامند ها کار میکنیم امیره که چطور در داخل یک کالم یا فعل نشه که یک چیز را خارج از اون چیزی که ما میخواییم کسی تایپ بکنه. گفتیم یا تعداد حروف موضوع باشه، یا بگیم از یه عدد کوچکتر و بزرگتر تایپ نشه، یا این مثلا فعل ضروری است، required است، حتما باید مقدار داخلش بیه، در غیر از اون ما قبول نمیکنیم. این موضوعات بعداً کار میکنیم، اما حالا فقط یک آیدیا برسان پیدا شه که بعداً وقتی کار کردیم دیگه نیاز نباشه که مفاهیم بله یا کانسپت براتون تکرار کنیم. موضوع دیگه پرووایدینگ بکاپ اند ریکاوری است دیگه. ما میتونیم که از دی بی ام اس بسیار به آسانی فقط تاسو یک کامند بکاپ بگیریم، دیتا رو اکسپورت کنیم، در یک مکان سکیور و امن ذخیره بکنیم. اگر کدوم مشکلی پیدا میشه، حالا یا هاردویر فالتی میشه، یک هاردویر خراب میشه، یا دیتای ما داره ویروس میشه، هر مشکلی که پیش بیاد میتونیم بسیار به آسانی دوباره این رو ایمپورت کنیم. یعنی یک حالت بکاپ و ریکاوری که دیتای ما از بین نره. خب به نظر شما دیتا اهمیت بیشتری داره یا هاردویر؟ کسی به این نظر موافق است که هاردویر اهمیت بیشتر داره؟ هاردویر گرانتر است. یک سرور بخواییم چقدر باید برش سرمایه بانیم؟ اما دیتا خواستان است، تایپ میکنیم اضافه میشه. در باز آلات ساختویر که مطلب میباشد، در باز آلات فرمثال این چه
و امتیاز مهمترین چیز جایش هست. دقیق. بخاطر که هر سال فرمسال 4 سال باید توی یک پوزیشن بگم اندرس میکنم بگم که چند سال باید هست چین استفاده بگم پس با اون معلومات اگه نباشه بس دیگه سیم کارت تولید کردن نمیتونه. دقیقاً. یکی با کلی همیشه در همه کشورهای دنیا در سطح جهان دیتا اهمیت بیشتری داره. ببینین اگر خدای نکرده بتوانسال زلزله بیه یا مثلا دوست یا هر مشکلی پیش بیاد برای کامپیوترهای یک دفتر یا یک کمپانی، خب کمپانی یک نقص مادی میکنه ولی ممکنه بسیار آسان رو جبران بکنه. دوباره کامپیوترها بخره، دوباره وسایل بخره. اما اگه دیتاش از بین رفت، اون کمپانی ورشکست میشه. اون کمپانی سقوط میکنه و از بین میره. ولو هر چقدر سرمایه دیگه داشته باشه، نمیتونه دوباره دیتا رو به دست بیاره. به این خاطر بکاپ و ریکاوری در مورد دیتابیس ها بسیار اهمیت زیادی داره. یعنی همیشه وقتی که شما یک دیتابیس دیزاین میکنید، به مسئله این که چطور بتونیم از این بکاپ بگیریم، چطور در مواقع مشکلات ریکاوری رو تهیه بکنیم، بسیار دقت بکنیم و اهمیت زیادی بدیم اینجا به خرج بدیم. خب موضوع بعدی دی بی ام اس ورک فلو است یا طرز عمل یا جریان کاری دی بی ام اس ها که یک دی بی ام اس چطور عمل میکنه. بسیار ساده، در مرحله اول یوزر درخواست خود به دی بی ام اس روان میکنه از طریق اینترفیس و سلایدی بعد اینترفیس های مختلف هم میخوانیم. هر اینترفیسی که باشه، هدف اینترفیس فقط همیست که درخواست یوزر یا شخص به دی بی ام اس برسانه. بعدن دی بی ام اس این درخواست دریافت میکنه و این رو پروسس میکنه. هر مرحله ای میفهمید داره جزئیات بسیاری است، فقط ما این رو خلاصه کردیم. وقتی که میگیم پروسس میکنم، تمام مراحلی که نیاز است که داخل کدام تیبل است، داخل کدام دیتابیس است، چی دیتایی خواسته شده، کلی کارها رو انجام میده. اما قبل از اینکه نتیجه یا ریزلت رو نمایش بده، دیگه چه کار انجام میده؟ رستریکشن رو چک میکنه، پرمیژن ها رو چک میکنه. میگم بازم حالا یک کمی هم خسته خسته در پیش میبینیم موضوع تکراری است فکر کنم براتون شاید هم تا جایی برام بخیر در بخش مایسکل عملی که رسیم باز میبینید ما میتونیم چقدر خوب رستریکشن و پرمیژن وضع بکنیم که علی در این جدول فقط دیده بتانه، فقط دیتا رو نمایش داده بتانه، حتی دیتا جدید اضافه کرده نتانه. و دی بی ام اس وقتی که درخواست علی میه، اوتونست که درخواست علی قبول نکنه، درخواست علی میه برای دیتابیس، درخواست اضافه کردن معلومات جدید. اما دی بی ام اس وقتی که پرمیژن رو چک میکنه میبینه که نه، علی صلاحیت نداره، اجازه نداره، بس همینجور درخواستش رو میکنه. خب در صورت که درخواستش مجاز باشه یا حق دسترسی داره، دی بی ام اس چی میکنه؟ رسپانس میده یا جواب مناسبه دنج میده بیس اون ریکوست کوئری، نظر به اون چیزی که کوئری خواسته شده. اگه خواسته که اطلاعات ببینه پس برش نمایش میده، اگه خواسته دیتا جدید اضافه بکنه پس این امکانات برش فراهم میکنه که بتونه دیتا خوده در دیتابیس ذخیره بکنه. درست؟ بسیار ساده ورک فلو جریان کار یک دی بی ام اس چطور عمل میکنه. درخواست میگیره، پروسس میکنه، میبینه آیا اجازه داره، پس انجام میده. دقیقاً از اون رد. موضوع دیگه دی بی ام اس کامپوننت است یا اجزای دی بی ام اس. یک دی بی ام اس از چه چیزایی تشکیل میشه یا به وجود میاد؟ مطمئنا یک دیتابیس چی میسازه؟ دیتا. هیچ چیز دیگه‌ای توقعی ما غیر از این نداره و یک دی بی ام اس هم جزء یا عنصر اساسیش دیتا می باشه. اما این دیتا باید دوره دو خاصیت باشه در دی بی ام اس ها، ممکنه در فایل سیستمی نباشه. داریم در مورد دی بی ام اس گپ میزنیم. این دو خاصیت مهم، یکی اینتگریتد است و یکی شیرد است. میفهمید مفهوم باشه؟ اینتگریتد دقیقاً همون مفهوم که دی بی ام اس گفتیم، دیتا باید مجتمع باشه در یک مکان، نباید در فایل های جداگانه در کمپیوترهای مختلف تیر و پراکنده باشه. یک مفهوم دیگر اینجا اشتباه نگیرید که ما دیستریبیوت دیتابیس داریم که ممکنه یک دیتابیس در کمپیوترهای مختلف در سرورهای مختلف به خواست خودمون تقسیمات کنیم. چرا؟ که لود سر سرورهای ما زیاد نشه، یا این رو به نام لود بلانسینگ یاد میکنه، تعادل بین سرورها حفظ شه. و این در مورد سرورهای بسیار و دیتابیس های بسیار بزرگ است که در همزمان چندین هزار یا چندین میلیون نفر او را اکسس میکنن. اما در مورد دی بی ام اس هدف اساسی اینتگریت بودن دیتاست. دیتا باید در یک مکان چی باشه؟ مجتمع باشه، ذخیره شده، ذخیره شدنش به شکل یک جایی باشه، نه به شکل تیت و پراکنده. و دیگر دیتا باید شیر باشه، مشترک باشه، قابل دسترسی به تمام یوزرها باشه، از مکانهای مختلف، از سافت‌ویرهای مختلف، اینترفیس‌های مختلف باید بتوان دیتا را چیکار دسترسی پیدا کرد. جزء دوم یا عنصر دومی که دیتابیس دی بی ام اس تشکیل میده هاردویر است. مطمئنا بدون هاردویر خود کاری امکان نداره. در حقیقت باید حتما ما سخت افزار یا هاردویرهای داشته باشیم که دیتا خود را ذخیره بکنیم. شامل چی چیزا میشن؟ فست استوریج دیوایس ها، استوریج دیوایس که حتما ضرورت داریم که اطلاعات رو ذخیره بکنیم. در مورد دی بی ام اس باید فست هم باشه، یعنی باید هارد دیسکای باشن که سریع باشن. واحد سرعت هارد دیسک کس میدونه چی است؟ از هارد دیسک، از پروسسر نه،
چون؟ سرکل؟ پرسیکل؟ نه، یه نیست؟ آر پی ام است نه؟ روتی پرمنت خواندیم؟ در بخش هاردویریش یعنی چند هارد دیسک رو از دیسک ها تشکیل شده دیگر میخوام یکم جذاب شد بایدتان پیش برین به شکل چی هست؟ دیسک هاست و این دیسک ها میچرخن هر چقدر دیسک ها سریع تر بچرخه مطمئن سرعت هارد دیسک بیشتر است یکی اینترفیس است کیبلی که ما با وصل میکنیم و از طریق دیتا رو میخوانیم که دو اینترفیس مشهور داریم که یکی ساتا هست و یک آی دی و شما میفهمید سرعت ساتا از آی دی که بیشتر است ولی واحد اساسی برای استوریج دیوایس هایی که مغناطیسی یا مگنتیک هستن آر پی ام است روتیت پر مینیت که چند دور میتونه در یک دقیقه بزنه فکر میکنید هارد دیسک معمولی چقدر باشه نه خیلی نیست آر پی ام روتی پرمنت مثال آر دیسک های فیلم که هست اشت اکس هست اکس هست خود یک ضریب داره بله زمانی که ما یک چیز ذخیره میکنیم هم مثال اکس با فکر چهار میباشه زنده هست میشه در پر سکن این همه قد دار میده و همه قد دیتاری ذخیره میکنیم اما مقدار دیتاری ما که ذخیره میشه واحدش بله من واحد دیتا اصلا نپرسیدم گفتم واحد سرعت هارد دیسک سوال من دقیقا این سرعت هارد دیسک به چه اساس است یعنی خب سی پی یو رو میگیم به گیگاهرتز اصلا هرتز است به گیگاهرتز بازن زمین سرعت هارد دیسک آر پی ام تعیین میکنه یعنی واحدش همین است معمولا هارد دیسک های معمولی از 350 تا 500 هستند اما در مورد سرورها بسیار از که زیادتر از بالای 1000 است هر چقدر دیسک ها بتونن سریعتر بشخه هم ما میتونیم دیتا خود رو سریعتر داخلش رایت بکنیم و هم رید بکنیم یادتون باشه این است که فقط دیتا رو سریعتر بخونیم هم میتونیم سریعتر بخونیم و هم میتونیم سریعتر ذخیره بکنیم خب دیگه خود سی پی یو مطمئنن دیگه درخواستا رو وقتی که بگیم دی بی ام اس پروسس میکنه واحدی که این کار عملا انجام میده با بیت ها سر کار داره و خوب سی پی یو است دیگه و هر چقدر سرعت سی پی یو بیشتر باشه مطمئن سرعت دی بی ام اس هم بیشتر است مین مموری مطمئنن وقتی که شما یک کوئری یک درخواست به دی بی ام اس روان میکنید اگر این درخواست هر چقدر کوچک باشه ذره در موقتا ذخیره بشه و تا زمانی که دیتا از تیبل ها خوانده میشه ریکارد به ریکارد رو بای رو به دست میاد باید موقتا ذخیره بشه در کجا ذخیره میشه مین مموری مقدار حافظه رم که باز هم بچی اندازه میگیریم مین مموری بایت بر بایت اندازه میگه خب بایت بسیار بایت کوچک است به گیگابایت پس این هم به گیگابایت اندازه میشه و دیگه چیزی که داریم در مورد دی بی ام اس هایی که دیستریبیوت باشه یا بخوایم میره ریموت اکسس بکنیم و نتورک دیوایس هم ضرورت داریم نه وقتی یک شبکه داریم میخوایم تمام کارمندان یک کمپانی بتونن دیتابیس اکسس بکنن فرض کنید شما در یک بانک میرین در یک بانک چندین شعبه وجود داره اما تمامشون با هم کانکت هستن یک نتورک لن تشکیل دادن و اگه در سطح کشور در نظر بگیریم میتونیم بگیم یک چی است من است یا میتونیم حتی بگیم یک بن است و یا ممکنه بانک هایی داریم در سطح جهانی درست یا مثلا بعد لوگو بجز بانک کمپانی دیگه هم که میخواین شعبه مختلف داشته باشه در مکان های فیزیکی مختلف و دور از هم دیگر پس بر نتورک دیوایس ها هم ضرورت است که شما میشناسین دیگه نیاز نیست بگیم راوترها سویچ ها و انواع مختلف دیگه دیوایس های شبکه تا بتونیم یک دی بی ام اس داشته باشیم کامپوننت یا جزء دیگه یک دی بی ام اس سافتویر است انال شما میدونین که چرا وقتی که ما هاردویر میگیم هاردویر تنها هیچ وقت به تنهای قابل استفاده نیست در حقیقت هاردویر مثل جسم میمانه دیگه نی؟ اما سافتویر روحش هست یا جانش هست که باعث میشه که این هاردویر به فعالیت بفته اما ما بتونیم از این استفاده بکنیم سافتویر هایی که در یک دی بی ام اس رول دارن یا نقش بازی میکنن یکی خود اپلیکیشن پروگرام است این اپلیکیشن پروگرام شما دیزاین میکنید وقتی میگیم وب اپلیکیشن در حد همین بخشش است که شما با توسط زبان های مثل پی اچ پی و جاوا اسکریپت اپلیکیشن اینترفیس یا اپلیکیشن پروگرام دیزاین میکنید اگر به شکل چی باشه وب بیس و اگر دسکتاپ بیس باشه شما باید از زبان های مثل ویژوال بیسیک سی شارپ استفاده بکنید و بتونید یک اپلیکیشن پروگرام دیزاین بکنید یعنی این بخشش مربوطه ما میشه و دیگه موضوع که هست مطمئنه آیا یک اپلیکیشن پروگرام میتونه به تنهایی کار بکنه مطمئنه که نه ضرب اپراتینگ سیستم هم هست این دیگه خارج از حیطه صلاحیت ماست اپراتینگ سیستم ما کاری به ساختنش نداریم کاری به دیزاینش نداریم فقط یکی از عناصر دیگه‌ای که در بخش سافتویر از دی بی ام اس ها موجود است اپراتینگ سیستم هم باید وجود داشته باشه تا بتونیم با دی بی ام اس کار بکنیم و در بخش سافتویر یک چیز دیگه‌ای که ضرورت میشه او یک زبان است که ما بتونیم از طریق زبان با دی بی ام اس خود با دیتابیس خود صحبت بکنیم درخواست بدیم درخواست ما جواب بده پاسخ بده و او زبانی نیست بجز SQL یا Structured Query Language زبان جهانی و استانداردی که تمام دیتابیس ها رو میتونید شما توسطش اگر این زبان یاد بگیم استفاده بکنیم و کار بکنیم دقت بکنید که اهمیت بسیار زیاد داره تمام دیتابیس ها
اکسس از کم ساعتای دیتابیس MySQL SQL سرور اوراکل و اکثر دیگه دیتابیس هایی که وجودن به اساس زبان SQL کار میکنه یادتان باشه. ولی یک نکته اینجا است که SQL میگیم استاندارد است ولی در واقعیت استاندارد نیست، یعنی استانداردش نکردن. چرا؟ به خاطر که ببینید وقتی شما در SQL سرور کار میکنید همین زبان SQL هست ولی کم تفاوت داره. در کجا؟ در سینتکس خود تفاوت داره. مثلا در SQL سرور به نام TSQL داریم، درست؟ یا مثلا در MySQL زمان کار میکنیم SQLi هم وجود داره. کمی تفاوت ها هست اما در کل وقتی شما اساس زبان یاد بگیرید استاندارد. بس ببین مثالی رو چی بدون براتون، زبان انگلیسی را که یاد میگیرید خب لهجه های مختلف داره، بریتیش داره، امریکن داره، این هم حالت است. زبان واحد است ولی در هر دیتابیس با کمی تفاوت هایی که علت چیز خود سازنده یا مانیفکتچر مو دی بی ام اس تغییرات آورده اما اساس زبان SQL استاندارد است. کامپوننت یا جزء بعدی که در یک دی‌بی‌ام‌اس وجود داره یوزرز است. مطمئنا هاردویر رو فراهم کردیم، سافتویر رو بالاش انسال کردیم، دیتا هم داخل شده. حالی به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه یوزر از استفاده بکنه. کل یک زحمت‌ها رو کشیدیم تا بتونیم یوزر از استفاده بکنن. باشون دیدمش. خب یوزرهایی که در یک دی‌بی‌ام‌اس وجود دارن کدام‌ها هستن؟ دی‌بی، دی‌بی‌دی، دی‌بی‌پی و ان یوزرها. اینا رو می‌شناسیم؟ آفرین. بسیار عالی. پس فکر کنم خستگیتون به این خاطر است. چرا موضوع تکراری است؟ خب من گفتم من نمیدونم که من در چه سویه باید براتون شروع کنم. از عمومیات شروع کردم. درست. کوشش میکنیم زودتر پیش ببریم و به اصل گپ خود به MySQL برسیم. نشناسیم دیگه یوزرهای مختلف. دیتابیس ادمنستریتر است، کسی که مدیریت دیتابیس انجام میده، همیشه از های پرویلیج برخوردار است، از تمام صلاحیت ها برخوردار است. دیتابیس دیزاینر است، خب دیولپر رو بگیم خیر است، تفاوتی نداره، کسی که دیتابیس دیزاین میکنه. و دیتابیس پروگرامر است. بنظرت دیتابیس به شکل عملی که ما میگیم، یعنی به شکل عامیانه خود ما کدامشان میسازن؟ دی بی پی یا دی بی دی؟ دی بی پی. آفرین. در حقیقت وقتی میگیم دیتابیس دیزاینر، این آنالیزر است. کسی ممکنه پشت یک چوکی بشینه اصلا هیچ کاری انجام نده، فقط مفکوره میده که دیتا باید به اینی شکل ذخیره بشه، اینی تیبل ها باشه، اینی رابطه ها برایشان برقرار باشه. اما کسی که بله این عمل هم به وجود میاره او دیتابیس پروگرامر است. و تمام اینا دست به دست هم دیگه میتونم تا دی بی ام اس آماده کنم برای استفاده ان یوزر یا مشتری یا همو استفاده کننده آخری یا نهایی. خب دیگه دی بی ام اس ریسپانسیبلیتی، وظایف دی بی ام اس هست که ما از یک دی بی ام چه توقعاتی داریم، چه کارهایی باید بر ما انجام بدن. دیتا دیسکرایب، دیتا ما رو تعریف میکنه. وقتی که شما یک دیتا رو به دی بی ام اس میدین این به شکل خام ذخیره نمیشه، بلکه باید چی شود؟ تعریف شود که مثلا نام یک محصول میگیم علی، این علی چی است؟ باید تعریف شود نه؟ که میگیم این نام محصول، یعنی اتریبیوت جزئی رو تشکیل میده که مش تعریف میکنه یا معرفی میکنه امی مشخصه انتیتی ما که یک محصول است و نامش علی است. دیتا رو برای ما تعریف میکنه. دیتا مانیپولیشن، معنی مانیپولیشن رو کس میفهمه؟ مانیپولیت فکر کنین کمی خسته کن نشه بهتان نگی شما سهم بگیرین که خسته نشه. مانیپولیت به معنی تغییر آوردن است، صحیحست؟ یا عامیانه بهتون بگم دست زدن است. یک چیز جور شدم همین رو دست میزنم، تغییر میتونم، دست کاری کردن است. مانیپولیت اصلا به این معنی است. و در دیتابیس چی معنی داره؟ سه عمل: insert، update، delete. این ما به نام چیت میکنیم؟ مانیپولیت. یعنی دیتا موجود است، ما میتونیم دیتا چی کنیم؟ تغییرات بیاریم. خب request management است. درخواست های ما در چارت هم دیدیم اول اصلا بر کجا داده میشه؟ دی بی ام اس. پس دی بی ام اس باید درخواست های ما را مدیریت بکنه یا کنترل بکنه. موضوع دیگه ریتریز آف دیتا است. هیچ وقت یک یوزر نمیتونه و نباید مستقیما به دیتابیس دسترسی داشته باشه. نمیتونه. چرا؟ علمیتش نداره، آگاهیش نداره، تواناییش نداره. نباید. چرا؟ به خاطر مسائل امنیتی. وقتی که به دیتابیس دسترسی داشت ممکن دیتابیس خراب هم بکنه. هیچ وقت یوزر مستقیما به سطح فیزیکی دیتابیس دسترسی نداره. درخواست‌های خود در اختیار دی بی ام اس قرار داده. دی بی ام اس بر اساس قوانین اصولی که داره می‌بینه آیا صلاحیت داره؟ اگه داشت دیتا رو از دیتابیس می‌گیره و در اختیارش قرار می‌ده بدون اینکه به دیتابیس کدام ضرر، آسیب یا زیانی برسانه. پس ریتریز آف دیتا، دوباره دست پیدا کردن یا دسترسی پیدا کردن به معلومات هم وظیفه دی بی ام اس است. اتنتیکیشن و اتورایزیشن، شما با هر دی بی ام اسی که کار بکنید این دو کامپوننت داره که باید بتونه اتورایز بکنه و اتنتیکیت بکنه. تفاوتشان؟ تفاوت وجود داره بین اتنتیکیت و اتورایز؟ حتما وجود داره، اگه نه هر دوش رو ذکر نمی کردیم. بسیار تفاوت باریک ولی مهم.
اتنتیکیشن یوزر اونم یوزرز که در دومین وجود داره چون مواردش میاد اما اتنتیکیشن یوزر اونم یوزر هست که ما داخل دی بی اس رو ایجاد کردیم که این یوزر رو استفاده کنه. تقریبا درست، تقریبا درست، بهتر تقریبا با آیدی های نتورک بود. نه اگه دمون خود دی بی ام اس بگین، هر دوی دی بی ام اس وجود داره، هم اتنتیکیشن و هم اتورایزیشن. اتنتیکیت تعیین هویت است و اتورایزیشن تعیین صلاحیت. حالا میشه؟ میشه که بگین علی؟ پس بگین یکیش گفتم هویت در مورد صلاحیت. صلاحیت در خانوصان بگیم که از این دیتابیس با کدام مقدار استفاده کنه بسیار رانی و اما هویت دی که ما نفر مشخص میکنم که این نفر داخل دیتابیس اصلا بشه یا نشه. صحیح واضح است. برای کلی چقدر تفاوت جالب و ایره شما در همه جای دارین. اتنتیکیشن، اتورایزیشن در اول باید با چی یوزرنیم و پسورد داخل شود. ایره میگیم اتنتیکیشن تعیین هویت که اصلا میتونه در دیتابیس کار بکنه یا نه. و میگیم زمانی که شما در هر دی بی ام اس کار بکنید ان شاء الله ایره میبینید در مای اسکیل وقت داخل میشیم از شما یوزرنیم پسورد خواسته میشه، مگر اینکه با پسورد و یوزرنیم دیفالت داخل شین. در اسکیل سرور بخیر وقتی که کار بکنین همچنان اول از شما وقتی کانکت میشین یوزرنیم و پسورد خواسته میشه. شما اتنتیکیت شدین، مرحله بعدی چی است؟ شما رو اتورایز بکنه، تعیین صلاحیت بکنه. خب یوزر به نام علی با پسورد 123 اتنتیکیت خوش شد، اما چقدر صلاحیت داره؟ آیا صلاحیت مثلا ادمین داره که تمام اختیار داشته باشه یا نه یک استاندارد یوزر است که فقط باید دیتا رو دیده بتونه، تغییرات آورده نتونه. یعنی میگیم اتورایزیشن یا تعیین صلاحیت. استور اند اینسرتیشن اف نیو دیتا. مطمئنا وقتی دیتا جدید هم داریم باید رو در اختیار کی قرار بدیم؟ دی بی ام اس، تا اون دیتا رو برام داخل دیتابیس ذخیره بکنه و ذخیره بسازه. دیتا سنکرونایزیشن همزمان سازی دیتا یا معلومات ماست. مثال چند سال بعدتر میبینید وقتی که ما در مورد ریلیشنال دیتابیس ها گپ زدیم، شما اینو یک مفکوره پیشنهاد باشه، وقتی که یک مشتری داریم به نام مثلا محمود و این مشتری چندین فرمایش یا سفارش داره در تیبل آردر و بعد دوباره معلومات آردرها در تیبل جداگانه ذخیره میشه، اگر به هر علتی قرارداد ما به همراه این مشتری یا کاستمر فسخ شد یا اینا از امو حقوق و امتیازات که داشتن سوء استفاده کردن و ما خواستیم رو برای همیشه از بین ببریم، وقتی که ریکارد و یوزر کاستمر از تیبل اولی دیلیت بکنیم در مورد دیتای بعدی چه اتفاقی باید بیفته؟ باید دیلیت شده. همین موضوع رو میتونیم برام چی بکنیم؟ سینکرونایزیشن. دیتایی که تیبل اولی دیلیت شده با دیتای دوم باید توافق یا سازگاری داشته باشه. بین اینا یک چی صورت بگیره؟ هماهنگی یا یک سازگاری صورت بگیره که وقتی دیتا شخصی که یوزر فرمایش آردر رو برام آورده او دیلیت شده، پس آردر دیگه چی معنا داره؟ این هم باید به همراهش دیلیت شه. و آخرین موضوع که از بکاپ فسیلیتی است، مطمئن امکانات بکاپ گرفتن از دیتابیس بر ما فراهم بکنه. کی؟ دی بی ام اس، بله، دیتابیس منیجمنت سیستم. موضوع دیگه دی بی ام اس لنگویج است که توسط کدام زبان ها ما میتونیم با دی بی ام اس کار بکنیم. زبان عمومی، زبان استاندارد همون زبان SQL است، اما خود زبان SQL یا کلا دی بی ام اس لنگویج رو میتونیم به دو بخش تقسیم بکنیم. یکی زبانی که دیتا را تعریف میکنه و یکی زبانی که دیتا با دیتا کار میکنه، با خود دیتا عمل انجام میده. خاندین ایران فکر کنم نه؟ DDL و DML Data Definition Language زبانی است که خود دیتا رو برای DBMS تعریف میکنه، یعنی به این شکل دیتا باید ذخیره بشه. هر انتیتی، هر اتریبیوت انتیتی رو برای دیتابیس معرفی میکنه، اما اصلا ممکن دیتایی وجود نداشته باشه، نه؟ هیچ ریکارد نیست، هیچ معلوماتی رو تا حالا ما داخل نکردیم. معلوماتی است در مورد خود دیتابیس، در مورد خود دیتایی که قرار بعدا ذخیره بشه. فعلا این دیتای اولیه رو ما برش میدیم که شکل یا استراکچر ساختار دیتابیس ما به چه شکلی باشه، کدام تیبل است، کدام فیلد است، کدام اطلاعات باید داخل این ذخیره بشه. این رو برنامه چی یاد کردم میتونیم؟ متا دیتا. میشناسیم متا دیتا را؟ متا دیتا یعنی دیتای اولیه، دیتایی که برای تعریف خود دیتا استفاده میشه. چی میگن بسیار ساده انگلیسی زبانا؟ میگن دیتا اباوت دیتا. خود متا دیتا دیتا اباوت دیتا است، معلومات هست اما نه اون معلوماتی که ما سر و کار داریم. مثال سادهش براتون بدم که درک بکنه. فرض کنید یک کمپانی است، دیتای ما چی است؟ معلومات مشتریای ماست، نه؟ نامشان، تخلصشان، کانتکتشان، همه مزادشان و فرمایشاتی که بر ما آورده. اصلا دیتای ما ای است، اما به خاطر ما بتونیم این دیتا رو ذخیره بکنیم، زیاد به یک دیتای دیگه نداریم؟ داریم که این بعد کدام تیبل ها ذخیره بشه. مثلا من سه تیبل جور میکنم، یک تیبل کاستمر
که معلومات خود مشتری رو ذخیره میکنم، تیبل آردر که فرمایشاتش رو ذخیره میکنیم، و تیبل آردر دیتیل یا جزئیات یا مشرحات هر فرمایش. حال ای که این سه تیبل چه قسم بین خود ارتباط داشته باشه، دارای کدام فیلد ها باشه، همین خودش یک دیتا است، یعنی یک معلومات است. اینو میگیم متا دیتا، معلوماتی در مورد معلومات، یک سری معلومات است که معلومات اصلی ما را تعریف میکنه یا بر ما واضح و مشخص میسازه. مثال های آورده شده از DDL اینجا براتون، کامند هایی است در زبان SQL که جزء بخش DDL زبان میشن، مثل create database. بخاطر بر شما واضح شد ببینید create database آیا کدام دیتای user data است یا معلومات ما هست؟ نه، معلومات ما نیست. معلومات ما ممکنه ما database میسنه برای محصلین. اینجا entity ما چی هست؟ محصلین هستن. دیتای ما در مورد محصلین است، اما یکی میگیم یک database ساخته بشه داره یک نام خوب باید باشه، این نام خودش یک دیتا است، اما user data نیست، این متا دیتا است، معلوماتی که در مورد معلومات ماست. معلومات ما پیش ماست، علی احمد محمود، اما به خاطر اینکه معلومات میتونیم ذخیره بکنیم، یک معلومات دیگه هم برای خاطر ضرورت است. نام دیتابیس چی است؟ نام جدولات چی است؟ این معلومات. alter database تغییرات میاد در دیتابیس، create table جدول رو برام میسازه، alter table میتونه یک جدول براتون تغییرات بیاره، drop table یک تیبل رو دیلیت میکنه، create index drop index ایندکس ها رو میسازیم و دیلیت میکنیم که در وقتش ان شاء الله هر کدوم رو به جزئیات مفصل میخونیم. اینا نمونه های از چی هستن؟ DDL ها، کامند هایی که در بخش DDL است. یعنی شما میبینید که هیچ کدوم اینا هابی یا محتواش معلومات نیستن، بلکه خود دیتابیس کار میکنه و برام به وجود میاره. بخش دوم زبان DML است یا Data Manipulation Language است. Manipulate گفتیم دیگه نه؟ به اساس کدام سه اصل استوار بود؟ Insert, Update, Delete. و اینجا یک کار دیگه که ما میتونیم انجام بدیم، بله، نمایش دادن اطلاعات است. بتونیم که معلومات هم نمایش بدیم که اینجا Command Select هم اضافه شده. حالا ببینیم وقتی ما میگیم Select یک معلومات رو انتخاب میکنیم و نمایش میدیم، این معلومات کدام معلومات است؟ در قد همون یوزر دیتا است، معلومات دارم محصلیم. وقتی شما سلیکت میگید دیگه معلومات در مورد دیتابیس رو نمیبینید، یا وقتی که شما اپدیت میکنید دیتابیس تغییر داره نمیتونید توسط کامند اپدیت، یا معلومات یک محصل توسط کامند اپدیت تغییر میدین، دیتای اصلی رو تغییر دادید، همون دیتای اولیه که نام تیبل چی است آیا رو میشه توسط کامند اپدیت تغییر داد؟ نه. از کام کامند باید استفاده کنیم؟ alter، نه alter استفاده بکنید. تفاوتش واضح شد براتون؟ او کامند است، فرمان هایی است که در زبانی برای کار کردن با خود دیتابیس، ولی این کامند هایی است از زبانی است بخاطر کار کردن با اصل دیتا. این رو به نام یوزر دیتا یاد میکنیم، با او رو به نام متا دیتا. تا اینجا کدام سواله؟ خب DBMS interface یا امو واسطه هایی که ما میتونیم توسطش به DBMS ارتباط داشته باشیم، یا در حقیقت این ما برای end user فراهم میکنیم، مختلف هستند، بسیار رنج گسترده وسیع داره، بسیاری بیداره که ما وب بیسی رو استفاده میکنیم، دسکتاپ بیس استفاده میکنیم، آیا برای یوزرهای معمولی هم است یا نه، فقط برای کارمندایی است که ترین دیده، آموزش دیده، یا حتی ممکنه برای یوزرهایی باشه که بسیار ادوانس هستن، این فرق میکنن، یعنی باید ما ببینیم و مطالعه بکنیم که قرار است دیتابیس کی اکسس بکنن. میتونیم از چی شروع بکنیم؟ منو بیس اینترفیس، یعنی اینترفیس هایی که چی هستن؟ بر اساس پایه منو هست. این میشه گفت ساده ترین اینترفیس که برای تمام یوزرها، حتی برای مردم عادی هم مناسب است. منو به منو، مفهوم منو رو حتما میدونید دیگه نه؟ لیستی از آپشن ها، یعنی ما یک لیست از آپشن ها در اختیارش هم قرار میدیم، مثال اضافه کردن یک مشتری جدید، اضافه کردن یک ریکارد جدید، تغییر دادن ریکارد قبلی، آپشن با آپشن، و باز میکنه از این منو هر کدومش که خواست انتخاب میکنه. نه ضرورت داره که دیتابیس خوانده باشه، نه کامند هایش یاد داشته باشه، بسیار ساده برای مردم عام حتی میتونی کار انجام بدین. یکی دیگه فرم بیس اینترفیس است. البته این موضوع از یادم نره که منو بیس زیادتر در برای کجا استفاده میشه؟ وب براوزینگ. معمولا در وب براوزینگ زیاد از وب منو بیس استفاده میشه. فرم بیس اینترفیس ها هم اینترفیس هایی هستن که بر اساس فرم هستن، نه بر اساس منو. این در واقع فرم های در اختیار یوزر قرار میگیره تا بتونه چی بکنه؟ خانه پوری بکنه، انتخاب میکنه، دکمه ها هست، این دکمه رو انتخاب میکنه، مثلا یک ریکارد رو اینسرت میکنه، دکمه دیگر انتخاب میکنه، یک ریکارد رو میتونه اپدیت بکنه، بر اساس فرم هایی هست که در اختیارش قرار میگیره و باید خانه پوری بکنه. در آخر مثلا دکمه چی داریم؟ سابمیت، که کل کارا رو که انجام داد، درخواست خود تکمیل کرد، دکمه سبمیت فشار میده، این معلومات فرستاده میشه برای DBMS بر اساس یک فرم.
و دیگه گرافیکال یوزر اینترفیس هست که گرافیکال یوزر اینترفیس هم میتونیم بگیم مجموعه هر دو، هم منو بیس و هم فرم بیس هست، یعنی به شکل چی هست؟ ویژوال، ظاهری هست. در این صورت یوزر میتونه از پوینتینگ دیوایس ها هم استفاده بکنه. پوینتینگ دیوایس؟ ماوس، تاچپد، لایت پن، قلم نورینی، تمام ابزارهایی که میشه توسط شرکت اشاره کرد. کرسر را حرکت و ساعت این مثالش از ماوس شروع میشه. گرافیکال یوزر اینترفیس و یوزر یه امکانات میده که ارتباط کمتر با کیبورد داشته باشه، بتونه بسیار ساده آپشن هایی که میخوای با ماوس انتخاب بکنن، حالا اگه منو باشه یا اگه فرم باشه. یعنی گرافیکال یوزر اینترفیس که در قدم جی یو آی است، مجموعه هر دو، هم منو بیس و هم فرم بیس را در بر میگیره. موضوع دیگه اینترفیس دیگه نچرال لنگویج است یا زبان طبیعی. مثالی را آوردن میتونیم که بر اساس زبان طبیعی، زبان خود مادری، پشتو انگلیسی به دیتابیس دسترسی داشته باشیم. منظورت اصلا امکان داره؟ مثالش رو گفتم میتونیم؟ روز قبل بهتر بود کمی سهم میگرفتیم. مثال بسیار سادهش، کمی از موضوع دور است، مثالش سایت گوگل. شما به هر زبانی که برین اطلاعات، یعنی یک موضوعاتی را کیورد برای دیتابیس هستی اصلا بتیم و متا نچر براتون بیاره. اصلا پشت سر چه زبانی استفاده شده؟ بازم SQL است، نه؟ اما رابطی که بین ما و دیتابیس گوگل اصلا خود یک وبسایت است، نه؟ اما پشت سر بک اند چی است؟ بزرگترین شاید بگیم دیتابیس دنیا است، نه گوگل. رابطی که بین ما اینترفیس که برقرار است چیست؟ بس از زبان طبیعی کار میکنه، نشون لنگویج. شما که دریم تایپ بکنین کار میکنه، به شام و انگلیسی به هر زبان خودتان که یعنی زبان مادری حتی بگیم ارتباط برقرار بکنین، اون میتونه براتون رسپانس یا جواب مربوطه رو بده. فیس دیگه اسپیچ اینپوت ان آوتپوت است برای دیتابیس های بسیار پیشرفته که میشه حتی بعد چی باشه و اسپیچ و گفتار باشه. شما میتونید از طریق کلامتون با دیتابیس ارتباط برقرار بکنید. مثال ساده شه در مورد مثلا موبایل های هوشمند دیدم میتونین، نیاز نیست که نمبر بگیرین، نه دقیقا نمبر رو دایل بکنین. آیا فون بوک خودش یک دیتابیس نیست؟ نه، میتونیم بگیم یک مثال بسیار ساده یا سطح پایین دیتابیس یک فون بوک، یک کتابچه تلفن است. وقتی که شما نام کانتکت را یک شخص میگیرین، او اتومات رو دایل میکنه براتون، یعنی از طریق کلام شما هم اینپوت و هم آوتپوت براتون دادن میتونه، یا خصوصا آوتپوتش برای کدام اشخاص دارد میخوره؟ برای افراد معلول، نه؟ که نمیتونن از طریق کیبورد، ماوس، از هیچ کدام از طریقا وقتی نمیتونن کار بکنن، و تنها راهی که میان از طریق اسپیچ آوتپوت است، که یعنی وقتی یک درخواست رو دادن که مطمئن اون از طریق اسپیچ اینپوت میشه، پس دوباره جوابش رو بگیرن از طریق اسپیچ، حتی ممکنه نابینا باشن، میتونن اطلاعات رو دریافت کنن از طریق گوش. اینترفیس فور پارامتریک یوزرز، در مورد کدام معلومات؟ حال دیگه مجبور از خودتان پرسان کنم که اگه چیز رو میفهمید ناخ برتان تشه نکنم، وقتان زایر نشه، خسته نشه. پارامتریک یوزر؟ یوزر فانکشن هست که بشه پارامتریک بشه میکنیم، فرمسال فنگر پرینت باشه که بشه بشه که زمانی که فرمسال دروازه رو باز میکنیم که فنگر پرینت هست، زمانی که ما فنگر رو بشه میکنیم اون دوتا بیسی قبلن سرش شده کنیم، ما چیزی اونم بوده ما خب این یکی از نواهای دیتابیس هست. مثلا ببین اینجا در کامپیوتر ما هست، نه فینگرپرینت، این نیاز نیست که من پسورد خود تایپ بکنم، بسیار ساده میتونم لاگین انجام بدم. اما پارامتریک یوزر به اون یوزرهایی گفته میشه که یعنی یک کار خاص انجام بدم با دیتابیس، درست؟ خب میشه میرم مثالش نظر گرفت، نه کار خاصی که من اینجا انجام میدم فقط لاگین کردن است دیگه، من اینجا نمیگم که مثلا پرام ورد برام باشه، درست؟ اینو از شما میره قبول میکنیم جان، حاضرین رو به اساس میکنیم، بله حاضرین امضا میکنیم، میریم داخل پس ام میشیم آت میشیم. بسیار عالی، دیگر نیاز نیست که شما کدام پرون واز بکنید، اونجا نام خود بدیم میشه، ایرم درسته. مثال جالبی که در ذهن من نبود پارامتریک یوزر میشه به ای گفت، اما اصلا پارامتریک یوزر مثال واقعی تر بهتون عملی تر به یوزرهایی گفته میشه که کار مشخصه میخواد با دیتابیس انجام بده. فرض مثال این یوزرها نمیخوان که همه کارا رو با دیتابیس انجام بده، هم یک ریکارد اینسرت بکنه، دیلیت بکنه، اپدیت بکنه،
مثال یک کمپانی هوایی وقتی یک مشتری مراجعه میکنه چی میکنه؟ فقط تیکت رو ریزرو میکنه، معلومات نامش رو بهش میدن، از کجا به کجا پرواز داره، در کدام ساعت. این رو میتونیم به حیث چی میشناسیم؟ یک پارامتر یوزر، یعنی یک کار فقط مشخص با دیتابیس انجام میده. یا شما به بانک مراجعه میکنید، دو حالت وجود داره، یا پول به بانک تحویل میدین یا پول از حسابتون برداشت میکنین. این دو حالت وجود داره و پارامتر یوزر میشه بسیار ساده اینترفیس های رو وظیفه شماست، وظیفه ماست دیزاین بکنیم که فقط توسط فشاردن یک دکمه، پرسکن یک دکمه، همین درخواست انجام شود. دیگه نیاز نباشه مثلا برم اونجا کامند تایپ بکنم که insert into، بعد هم میخوانیم وقتی بخوایم یک چیز به دیتاست اضافه کنم insert into، از سر رو نوشته نکنم، از سر منو رو باز نکنم، تنها مثلا تعریف میکنیم دکمه مثلا F4 فشار بده ریکارد insert شود، معلومات بده نامش فلان فلان داخل شود. نمبر مثلا وارد میکنم مثلا نمبر و انگشت شمیه ما داخل میشه. بسیار عالی. پارامتر یوزر یک بخش خاص از دیتابیس استفاده میکنه، یک کار خاص با دیتابیس انجام میده. و دیگه اینترفیس فور دیتابیس ادمنستریتر است. این امو بالاترین سطح صلاحیت است و معمولا چون دیتابیس ادمنستریتر از علم یا از دانش کافی برخوردار است، این رابط معمولا CLI می باشه. چرا؟ که تمام اختیارات اختیارش قرار گرفته میتونن و همچنان از فلکسیبیلیتی یا انعطاف بسیار بالای برخوردار است. شما حتما GUI و CLI خواندین، تفاوت بینشون هم میدانین، اما کدومش بهتر است؟ نه، من میگم GUI بهتر است. دست ما باز است، تنها همین برتری را داره، اما نقص هم داره در مقابلش. نه، کامند باید حتما حفظ باشین، اگه از یاد بردین کار نمیتونین، اشتباه تایپ کردین کار نمیکنه. خب هر کدوم جای خود داره، اما آخر که بسنجین تنها برتری که CLI داره میز که شما کار رو کرده میتونین که اثر جای کرده نمیتونین. چون دیتابیس میخوایم، من مثالش براتون میتونم. فرض مثال شما معلومات دارین از یک کمپانی باشه، از یک دفتر باشه، اشخاصی هستن اینجا کارمندها هستن، براتون تو یک فرمایش آمده از طرف خود اداره که ببینید شما چک بکنید در دیتابیس مثلا سر سال شده، اشخاصی که بیشتر از 3 سال تجربه کاری دارن در کمپانی ما هستن، مثلا 20% با معاششون افزایش بدیم. اگه جی آی باشه چیکار باید بکنیم؟ باید بریم دانه و دانه ریکارد رو باز بکنیم، ببینید چند سال است که اینجا استخدام شده، چند سال کار کرده، و باید ببینید اگر هست پس 20% معاش اول حساب کنیم، به حسابش اضافه بکنیم. این شاید برای هر ریکارد هیچ کنه 10 دقیقه وقت مصرف بکنیم، اما در CLI این جالب است ببینیم و ما براتون وعده میدیم که بعدا فقط باید کامند میتونید و کامند فرض کنید در 5 ثانیه تایپ کنید انتر، کل شده ایت شد. چطور کامند میتین؟ میگین که اول فل استخدام یعنی تاریخی که این کارمند کمپانی ما داخل شده را پیدا کنن، با تاریخ فعلی مقایسه بکنن و شما میفهمید کار کمپیوتر انجام میده در ظرف میلی ثانیه، کمتر از ثانیه. اگر دید که این بیشتر از مثلا 3 سال است، پس 20% معاش خودش محاسبه بکنن و اضافه هم بکنن. بسیار ساده، در توسط یک کامند حتی این کار کرده میتونه. چقدر تفاوت است بینشون؟ این که میگیم فلکسیبل انعطاف پذیر مفهوم اینجاست که از طریق جیو میشه، نمیگیم نمیشه، ولی بسیار چی است؟ سخت است، اما از طریق سیلا بسیار آسان است، انعطاف زیادی داره برای کارهای جزئی و باریک. اما کار عمومیات هم باشه، مثلا ما یک دیتابیس میسازیم، کدامش بهتر، جیو یا CLI؟ نه، منظور ساختن، منظور فقط مرحله اول ساختن دیتابیس است، همین که فرمان بدیم یک دیتابیس به این نام ساخته بشه. من میگم GUI و اینجا هیچ تفاوتی وجود نداره. چرا؟ ببینید وقتی همین میخوایم باز شیم این مفهوم براتون، میگیم کیوی دیتابیس فقط تیبل دیتابیس ساخته بشه، اگه کامند ایران بتین میشه و اگه در GUI برین، خب بیاین همین مثال با هم کار میکنیم، اگه در GUI بریم و ایره فرمان بتین که یک دیتابیس ساخته بشه، هر دوش هم تمام میشه این زمان رو در بر میگه، حتی ممکنه ساختن دیتابیس GUI سریع تر هم باشه. خب فعلا دیتابیس که ما کار میگم روش MySQL است. چرا؟ قرار است بعدا هم تعمیق کار بکنیم. رابطه CLI کانسول MySQL هم میبینیم درست؟ امی مرحله بنام چی یاد میشه؟ Authenticate، نه Authentication است، پسورد داره؟ تا بول بهش تعریف نکنیم، پس ما بدون پسورد نرسیم لاگین کنم. و رابطه GUI یا گرافیکیش هم میشه ببینید؟ خب ببینید این هم چی هست؟ رابطه گرافیکیش هست. اگر بخوام یک دیتابیس بسازم، کافیست که نام چنج تایپ بکنم، دیتابیس به نام تست و کلیک کنم کریت. چقدر وقت کم در بر گرفت؟ اگه بخوایم که از طریق CLI بسازم، باید بگم که create database test.
وضوتر نشد، وضوتر میشد. من ممکنه کامن از یادم برم، ممکنه عجله داشتم دفتر کنم، غلطی هست بشه بشه، درسته؟ یعنی در وقتی که شما کارهای معمولی رو انجام میدین، CLI GUI تمام تفاوتی نداره و حتی GUI بهتر است، برتر است. اما ما در مورد چی گپ زدیم؟ فلکسیبیلیتی، کارهای جزئی مثل همون افزایش معاشات، در صورتی که تجربه کارش در کمپانی ما بیشتر از 3 سال باشه. یعنی کارهای جزئی وقتی که انجام میدین، CLI توانایی بیشتر داره، قدرت بیشتری داره. اگر نه تفاوت نداره. و اینم یادتون باشه که ما SQL به اساس کامند یاد میگیریم در CLI، ولی بخیر انشالله وقتی که شما به PHP رسیدین، کاکم با دیلیمه بر رسیدین، باز میبینید که ما با این محیط GUI کار میکنیم. چرا؟ که یک ویب دیزاینر که در حقیقت گفتیم چون در کشور ما هم ها ویب دیزاینر هستیم هم دیتابیس دیزاینر، دیتابیس مشکلی نداریم همراهش، بسیار دیتابیس وبسایت ها بسیار ساده است، میتونیم دیزاین بکنیم دیگه، ضرورتی نیست که بریم وقت خود با چی ضایع بکنیم، با کامند ها. یعنی این وقت بیشتر را میگیره. اما ما وقتی که موضوع رو یاد گرفتیم، کامند ها رو میدونیم، مفهوم دیتابیس شناختیم، بسیار در زمان کمتر میایم دیتابیس از طریق جی آی میسازیم. ان شاء الله بعدا باز میبینیم، ولی به هر دوی شما باید آشنایی داشته باشین، چون یک وقت کار پیش میاد که شما نمیتونید از طریق انجام بدین یا وقت زیاد دربرید. هدف ما اینست که یک کار رو به صورت انجام بدیم، نه؟ وقتی که شما در بزنس، در مارکت، در بازار داخل میشین، هدف اینست کار زود انجام بدیم. دیگه کس نمیگه که شما این رسال CLI انجام بدین یا GUI، شما باید زود و با کیفیت خوب انجام بدین. پس بعدا از این محیط استفاده میکنیم، یعنی میخوام که این رو رد نکنیم همیشه. خب دیتابیس مشهور نام گرفتن میتونین دیگه هیچ من نگم امیر سالیت ریدینگ خودتان بخونید. ماجور دیگه هست، دیویس های بزرگ، دیویس های مشهور، MySQL، SQL Server، Oracle، DB2، MSAccess، اینجا یک سه نقطه از یاد ما رفته و غیره. یک فکایی رو شنیدیم که میگه یک شخصی میخواست دکتر بره، در لوحه دکتر دید که نوشته کرده که بله معالجه مثلا امراض داخلی، اطفال، فلان، فلان، گوش، حلق، گلو، بینی، همه چیز. داخل لوحه خورد بودم نشه که و سه نقطه. باز وقتی که پیش دکتر میره، دکتر ازش پرسان میکنه خب تو چه مشکل داری؟ چی میگه؟ میگه کجا درد میکنم؟ میگه وغیره درد میکنم. خب یک وغیره این چه نیاز است؟ چرا بسیار زیاد هستن دی بی ام اس ها؟ بله؟ اول دیویس های خاصیت داره که چندین یوزر لاین زمان بله. هست، اما از اکسس نمیتونه. درسته. امی یکی از نواقص چی است؟ دیتابیس اکسس است. و یکی در کارهای بزرگ انترپرایز ازش استفاده میشه، یک شمی است که اکسس نمیشه مالتیپل یوزر یا مالتیپل اکسس داشت. صحیح؟ اما ببین دیگه خواص های دی بی ام اس تمامش دارا هست. کلش دارا است. هم رابط سی ال آی داره، هم رابط جی آی داره. دیتابیس میتونه تیبل های داشته باشه که ریلیشنال به ارتباط داشته باشه. پرایمری کی، فورین کی، تمام موضوعات داره. حتی به زبان اسکیل شما اونجا کامند هم تایپ کردن میتونین کردین سوال دکسس. چرا بعضی اشخاصی تو تصور که دکسس نمیشه، ولی شاید دیده باشین مگه نه ما نشانتون بدیم که حتی دکسس میتونین اسکیل کار بکنین. خب اینا رو میشناسین، یک معلومات اضافه فقط بگیم که هر کدام این مربوط به کدام کمپانی است. ما اسکیل MySQL از یک کمپانی سویدنی است به نام MySQL AB. MySQL AB این خودش نام کمپانی است و یک کمپانی سویدنی است که MySQL ساخته و شما میدونید که اوپن سورس است، بهترین خاصیتش. SQL Server مایکروسافت، نه مشخص از اوراکل. اوراکل بسیار کمپانی بزرگ از خودش که به نام خود اوراکل یاد میشه و در پهلوی دیتابیس یک از پروداکت‌های بسیار مهم دیگه که در خود جاوا هست. البته جاوا توسط اوراکل ساخته نشده، اما حق امتیازش امروز اوراکل خریداری کرده. یعنی اوراکل خودش یک کمپانی بزرگ است که دی بی ام اس چه به نام اوراکل یاد میشه. من فکر کنم که میدانیم، پس حال معلومات جزئیات براتون میگم. اسکیل سرور پروداکت یا محصول کمپانی مایکروسافت است و میفهمی که عموم محصولات مایکروسافت اوپن سورس نه بلکه کپی رایت است، یعنی لیسانس است، باید این را خریداری بکنید. برای سرورهای بزرگ استفاده میشه، هم به شکل وب بیس و هم به شکل دسکتاپ بیس، ولی زیاد که در کشور آسیایی و خصوصا در کشور ما افغانستان استفاده میشه. اسکیل سرور برای دسکتاپ بیس استفاده میکنه، برای وب بیس بسیار کم استفاده میکنه، مگر کسی که ASP.NET کار میکنه باز از اسکیل سرور استفاده میکنه. اما اگه شما اکثر وبسایت ها رو ببینید از ما اسکیل استفاده میکنن. معلومات بدون براتون مفید است. حتی میدونید که دیتابیس کابل بانک تا چند سال پیش ما اسکیل بود، یعنی میدونستیم دیتابیس کابل بانک، بانکی به اون مشهوری، تا چند سال پیش ما اسکیل بود. یعنی فکر نکنید که ما اسکیل یک دیتابیس بر معسلان است، ها ضعیف است، نه. فیسبوک دیتابیسش ما اسکیل است، اینترفیسش با سی پلاس پلاس است، اما دیتابیسش ما اسکیل است.
خب اسکیل سرورم خوب است، زیاد استفاده میشه، ولی شخصا من به مایسکل علاقه بیشتری دارم. اوراکل هم براتون تشریح کردیم، از کمپانی است که خودش به نام اوراکل یاد میشه، وبسایتش oracle.com است فکر میکنم، میتونید دیتابیسش دانلود بکنید، این هم رایگان نیست. اوراکل یک ورژن چی داره؟ اکسپرس ادیشن که شما میتونید رایگان استفاده کنید، مثلا برای همین کارهای محصلین برای آموزش است، ولی اصلا اگه بخواید اینو خریداری بکنید بسیار گران قیمت است. و اگر یادتون باشه کابل بانک در سال دقیقاً یادم نیست، تقریبا 4 سال 5 سال پیش دیتابیس اوراکل خریداری که خبرش شنیدیم، به چندین میلیون دلار دیتابیس اوراکل خریداری کرد، اما قبلا مایسکل اوپن سورس بود. دیبی تو از کمپانی آی بی ام است، یکی از آی بی ام است. و اکسس هم که میشناسیم مایکروسافت اکسس از اکسس است، برای دیتابیس کوچک در حد یک کورس، در حد یک بسا مکتب شخصی، اما برای کارهای بزرگتر از اسکیل سرور استفاده میشه. خب کدامشون قوی ترین است؟ ضعیف ترینشون؟ اکسس. و مایسکل به سایتش مراجعه بکنید، در بخش پیج اوات برید ببینید که در بسیار کاربرهای بزرگ مایسکل استفاده میشه. گفتم تصورتان این نباشه که مایسکل میبخشید، مایسکل یک دیتابیس بسیار کوچک و ضعیف است، نه بسیار دیتابیس قوی هم بوده میتونه. خب این قدرت اوراکل به خاطر چیست؟ چه تفاوتی بینشون وجود داره؟ تمامشون دی بی ام اساسن، تمامشون عین خواص داره، تمام کارهایی که یکشان انجام دادن مطمئن باشین دیگه‌ش هم انجام دادن میتونن. اما پس این قدرت به خاطر چیست؟ و بگیم بهترینشون اوراکل است، گرانترینشون اوراکل است. خب یک مورد بسیار عالی، از اگه سکیوریتیش بگذاریم، چیزی که قیمت هست اول مصابقه ارزان به علت نیست، گران به حکمت نیست. اینجا موضوع نوتبرتان گرفته ترانزکشن کانسپت. ترانزکشن یک روز قبل هم اشاره کردیم، درخواست هایی که ما برای دیتابیس میدیم، منظور از اینجا ترانزکشن میخوام خوب درک بکنیم، هر نوع درخواست که شما به دیتابیس بدیم این ما میتونیم به چی بگیم؟ یک ترانزکشن بگیم. ممکن شما درخواست بدیم که من میخوام معلومات یک تیبل ببینم، یک ترانزکشن است. درخواست میدین که معلومات یک ریکارد مشخص با ای آی دی میخوام تغییر بدم، اپدیت، این هم ترانزکشن است. میخواین که یک دیتا جدید اینسرت کنید، این هم ترانزکشن است. میخواین که این تیبل ها لیست بکنید، یا نام دیتابیس چی است، دیتابیس چند یوزر است، یعنی هر درخواستی رو که شما به یک دی بی ام اس میدین او یک چی است، ترانزکشن. و ترانزکشن یک خاصیت دیگه داره که بسیار مهم است، هم لوکال است و هم ریموت. وقتی که شما وقتی بین یک دیتابیس برای یک کمپانی بزرگ دیزاین بکنید، این موضوع براتون اهمیت زیاد داره که ترانزکشن از اوبر نتورک هم است، یعنی از ریموت هم امکان داره که شما از یک دیتابیس در یک سرور یا در یک کامپیوتر ذخیره شده، از طریق چند کامپیوتر اون طرفتر، ممکن چندین شبکه اون طرفتر، نتورک اون طرفتر، با این دسترسی برمی درخواستانو میرین، این درخواست هدایت میشه تا به دیتابیس، در دیتابیس پروسس میشه، پس جوابش فرستاده میشه برای کامپیوتر که این درخواست کرده. چه اهمیتی داره برای ما؟ به این خاطر که وقتی شما یک دیتابیس دیزاین میکنی که قصد تنها لوکال استفاده بشه، حتی ممکن در یک کامپیوتر، اینجا وقت تفاوتی نداره که شما یک چیز رو برای شغل میخواین برام دیتا تایپ، بعد منم خواندین در پروگرامینگ دیتا تایپ رو میشناسیم؟ چی هست؟ بگین یک کمی؟ دیتا تایپ مثلا یک چی که میگیریم و فیس میگیریم یا ماشات میگیریم، یک دیتا تایپ میگیریم، مثلا نام نوشتن میگیریم. بله خب میشه اونا رو نام هم ببریم که دیگران بایدشان بیان، مثلا برای فیس کدوم دیتا تایپ هم میگیریم؟ مثلا برای فیس کرنسی میگیریم. بسیار عالی، به نام و به نام که میگیریم، مثلا همچو تکس هم میگیریم و دیگر با تصویر میگیریم و دیگر چک میگیریم. بسیار خب، شما کلش به اساس چی کدوم دیتا بیس گفتیم؟ اکسس. درسته، بسیار عالی، کلش به اساس اکسس بود. در مایسکل و در پروگرامینگ باز ما میفهمیم که دیتا تایپ بیشتری داریم. در اکسس چند دیتا تایپ است؟ نودان است و هرچی که ورژن های آفیس بالاتر میره بیشتر هم میشه، اما در دیتابیس انترپرایز بزرگ به سطح مایسکل، اسکیل سرور و اوراکل دیتا تایپ ها بسیار از قد بیشتر هستن. این تنها در اکسس دو نوع دیتا تایپ برای عدد داریم، نه نمبر، آتو نمبر و کرنسی، سه تا. اما در مایسکل و اسکیل سرور شاید بگم براتون بیشتر از 7 8 دیتا تایپ داریم. بله شما خوندین در پروگرامینه اینتجر، فلوت، دبل، تین اینتجر، نه که اعداد بسیار کوچک. چرا این بر ما اهمیت داره؟ یک عدد است که خب برو ذخیره میکنی چی فرق میکنه؟ خوش نگرد دیگه. مثال من میخوام که سن یک شخص ذخیره بکنم، ایج،
از چند تا چند شروع میشن؟ از صفر الی صد؟ از صفر شروع نمیشن؟ معمولا از یک هم میتونیم بگیم، ولی در وقتی ما کار میکنیم سر بزنس که بزنیم بالای 10 سال 15 سال هم تا مثلا سن از 3 رقمی خوب بیشتر نمیشه. ما شاءالله کنم کسی اگه سنش در 100 برسن. برای چی نم بزنس هایی برای انتخاب میکنیم؟ چی؟ باشن اول دوستان بگم؟ تینی هست، تینی تینی خب، چی گفتین شما؟ خب چه مقدار برشتن زمین به سن؟ مشخص کنم دقیقا نه؟ از یک عدد یک رقمی شروع میشه؟ الی 3 رقمی از که بیشتر نمیشه انتجر میگیری نه؟ شاید بسیار تان، خب به این شکل نگم، بسیار ما شاید انتجر رو بگیریم نه؟ ساعتنی عدد، کوچکتنی عدد که نظر ما مرسن انتجر چند باید ریزرو میکنن؟ خاندین دیگه باید حال بگیم سی پلس پلس خاندین؟ پس توقع دارم انسان اینتجر چند بایت ریزرو میکنن؟ 4 بایت 4 8 32 32 بیت ریزرو میکنن. 2 به توان 32 یک عدد کلان میشه. خیر است، او آسان است حساب کنش. قصه نیشتینی براتون گفتم؟ نگفتم، من قصه گوی هستم زیاد. میگن یک روز از نیشتین پرسان کردن که یک مایل چند فوت میشه؟ میفهمین؟ یک مایل چند فوت میشه؟ هیچ کس ما نمیدونی؟ ما خب به حساب تنبلی خود نمیدونیم. اما نشنگ گفت من نمیفهم. او کسی که پرسان کرد شوکه شد، گفت چی تو نمیدونی؟ تو با این هوش با این ذکاوت عالی نمیدونی؟ گفت چی ضرورت دارم چیزی رو در ذهن خود حفظ بکنم، انرژی خود مصرف کنم که میتونم در از چند دقیقه در کتاب پیداش بکنم؟ حالا خب بسیار بهتر اینترنت هم هست، میتونیم در از چند ثانیه پیدا کنیم. من امیر هستم میخوام لطفا به عنوان استاد نه به عنوان یک دوست که ذهنتون رو به چیزی مصرف کنیم و چیزایی رو حفظ بکنیم که کارآمد باشه، نه به چیزی بسیار ساده اعداد مثلا تاریخ ها. این ضرورت نیست که شما این حفظ بکنید، اما بازگیره که برایگان شاگرد همون شاگرد کامندار هم حفظ هم میگه خب استاد این در کتاب پیدا میشه. نه کامندار حسابش علاید است. این امکان نداره که شما بخواید در یک دفتر برین باز بگن این تو یک کار انجام بده تو باش که من کتاب رو ببینم، این همشه سریس یا رئیس بالای سرتون باشه از یادم رفته. کامندار حفظ بکنید، اصول یاد بگیرید، ولی دقصه اعداد تاریخ های گپا نشید. خب 2 به توان 32 این ظرفیت چی است؟ اینتجر است. یک عدد رو میتونن ذخیره بکنن در حد میلیون است. از اعداد بسیار کوچک 1, 2, 3 شروع تا میلیون. اما ببینید آیا ما عمر یا سرفلد ایچ گپ بزنیم سن به میلیون هرگز میرسن؟ هیچ گاهی نمیرسن. پس چرا اینتجر 4 بایت بگیریم؟ ما میتونیم چی رو بگیریم؟ تینی های اینتجر رو بگیریم که فقط تا 255 ذخیره میکنن و این هم از حد بسیار تقاضای ما زیاد هست، ولی دیگه چاره ای نداریم چون کوچکترش وجود نداره. از یک طرف شاید بگیم که خب امروز کامپیوترها تکنولوژی بسیار رشد کرده، مثلا یک زمانی بود که رم کامپیوتر 128 مگابایت که من اولین کمتر که داشتم همین مقدار بود، بسیار زیاد بود، ولی امروز به 8 گیگابایت رسیدم. خب دیگه این 4 بایت که میشه 32 بیت چه اهمیتی داره؟ اینی مفهوم ترانزکشن اینجا یادتون باشه که وقتی شما یک دیتابیس دیزاین میکنید از طریق ریموت، ای از طریق یک نتورک، با اون خصوصا از طریق اینترنت اگه اکسس بشه، همین 4 بایت و 2 بایت بسیار تفاوت ایجاد میکنن. 2 بایت وقتی از طریق اینترنت بخوای انتقال پیدا بکنن بسیار هزینه گزافی داره. و این خو یک نفر اگه فرض کنه 1000 نفر همزمان دیتابیسشون رو باز بکنن و می فیلد ایج ببینه یا ایره یک اینتر بکنه چقدر زیاد میشه؟ اینجاست که همین یک بایت یک بایت در دیتابیس بر ما بسیار است. اینجاست که ذره ذره جمع میشه، تفاوتش با کامپیوتر نیست. خب مفهوم ترانزکشن واضح است، درخواستی که به دیتابیس میشه هر نوع درخواستی. وقتی که میگیم اوراکل قوی ترین دیتابیس است، به میخاطر است به خاطر تعداد درخواست هایی که میتونه در یک وقت در یک زمان مشخص پروسس بکنه. واحد چی رو گفتیم؟ سرعت هارد دیسک که بر چی اساس میگیم هارد دیسک مثلا سریع تر است، RPM روتیت پر منیت. از دیتابیس ها بر اساس ترانزکشن پروسسینگ است که در یک ثانیه چند ترانزکشن میتونه پروسس بکنه و در اینجا اوراکل تا هنوز بیشترین تعداد ترانزکشن میتونه در یک واحد زمانی پروسس بکنه و از همین خاطر میگیم قوی ترین دی بی ام اس است. تمام دیتابیس ها دارن، ببینید ترانزکشن وقتی گفتیم درخواست، حتی اکسس ترانزکشن داره سیس، یعنی ترانزکشن قبول میکنن پروسس میکنن، اما در بینشون به طور مقایسه‌ای بیشترین درخواست اوراکل میتونن محاسبه بکنن. مثل یک چیز در سی پی یو در نظر بگیریم که چی است؟ نه واحد سی پی یو چی است در تئوری آکادمیک؟ یک عملی است که میگیم گیگاهرتز، نه مثلا میگیم 3 گیگاهرتز. یک واحد دیگه هم داره ام آی پی اس، کس خوانده؟ millions of instruction per second. این رو باید بدانید MIPS millions of instruction per second. واحد تئوری CPU اصلا نیست که چند میلیون
پروسس چند میلیون عملیه رو میتونه در یک ثانیه انجام بده. این واحد قدرت سی پی است و در دیتابیس ای است که چند ترانزکشن چند درخواست میتونه در یک ثانیه مدیریت بکنه یا پروسس بکنه. خب گپ موضوع بعدی ما تیبل است. از این بعد دیگه موضوع براتون دلچسپ میشه و تکراری. پس من کوشش میکنم با سرعت پیش بره. تیبل یک نفر یکم معلومات بده. مجموعه است که تیبل های با هم نه نه خود تیبل. مجموعه فیلر رکورد شما بگیم. همین چیز؟ بله. بسیار عالی. میفهمم که فکر شما طرف دیتابیس رفت نه که مجموعه تیبل ها. تیبل خودش چی است؟ کانسیست یا مجموعه یا چی است؟ فیل و رو است یا صاحب این کالم و روها هستن در حقیقت مجموعه ازمی. و اگر شما این رو در RDBMS تعریف بکنین میگیم که اطلاعات در شی یا در آبجکتی ذخیره میشه در RDBMS ها که به نام تیبل یاد میشه. تعریف اینجا بخونیم. Data in RDBMS. RDBMS مفهوم Relational Database Management System Store in Database Object. یعنی Database Object یا اشیای Database اطلاع داخل ذخیره میشه. این اشیا کدام هستن؟ همون تیبل هستن. و اگر تعریف فیزیکی تیبل میگین میگین تیبل مجموعی از چی هست؟ کالم ها و رو ها هست. حتی اگر دقیق تر بگین میگین تیبل مجموعی از ریکارد ها هست. پس فیلد شد اگر بگین مجموعی از ریکارد ها هست تعریف ناقص نیست؟ اینجا فعل خونه آوردین در تعریف خود و تعریف باید همیشه کامل باشه. بسیار عالی. به خاطر خود ریکارد باز از چی به وجود آمده؟ از فعل ها. پس وقتی بگین تیبل مجموعی از ریکارد هاست کفایت میکنه. خود ریکارد باز مجموعی از فعل هاست. تعریف فعل؟ اینکه فعل چی هست؟ کوشش کنیم فهم مفهوم رو یاد بگیریم و مفهوم رو بیان بکنیم. پشت تعریفی که مثلا در کتاب خواندیم او رو نمیگیم. اما خود فعل چی هست؟ خود مشخصات از این که داخل میکنیم پروسه میشه هم نسره هر میکنیم. بسیار عالی. یعنی کوچکترین واحد ذخیره‌سازی اطلاعات برای یک انتیتی فیل است. بخشی از اطلاعات یک ریکارد. مثلا بگیم که سی پی یک کمپیوتر یا پروسه یک کمپیوتر دوال کور است یا میگیم مثلا یک قدر گیگاهرتز است. آیا تمام معلومات کمپیوتر مکمل شد؟ نه. فقط یک بخش یک جزئی از اطلاعات یک ریکارد به نام یک فیلد یاد میکنه. صحیح؟ یا اگر در دیتابیس چرا میاتون باشه اتریبیوت که گفتیم انتیتی باز انتیتی داره اتریبیوت هاست. برای ذخیره کردن هر انتیتی مزاد به یک فیلد داره. انتیتی صفت مشخصه میبخشین انتیتی موجودیت مثال محصل اتریبیوتش چی است؟ نامش تخلصش نامپدش. برای ذخیره کردن هر صفت یک محصل مزاد به یک فیلد داره و از همینجا گپ پیدا میشه تا طرف نارمالایزیشن بریم بخاطر که کل گپ ها از همینجا است. دقت بکنیم. خب ریکارد رو باز چی میتونیم بگیم؟ مجموعه از فیل ها. اگر نظر به انتیتی بگیم یعنی بیایم سر دیتابیس گپ بزنیم تمام اطلاعات راجع به یک انتیتی سیست؟ یعنی مجموعه اطلاعاتی که ما در مورد یک انتیتی داریم چرا تشکیل میده؟ یک ریکارد. میخوایم بسیار خوب مفهومش برای همیشه در ذهنتون بمونه. یک فیلد انتیتی ما نام است. فیلد دیگه تخلص است. فیلد دیگه نامپد است. کل فیلدار که یک جای بکنیم چی رو تشکیل میتن؟ معلومات مکمل یک ریکارد تشکیل میتن. مثال کمپیوتر میگم CPU شد. مقدار CPU شد یک فیلد. حالا اگر رمش هم اضافه بکنیم، گرافیکش اضافه بکنیم، هاردیس کلش که در پلوی هم قرار بدیم معلوماتی کمتر تکمیل شد و یک ریکارد مکمل تشکیل داد. فرق بینه؟ فیل و اتریبیوت. فیل واحد ذخیره سازی در دیتابیس اما اتریبیوت یک مفهوم است. مثال میگیم اتریبیوت یک محصول نامش است. یک از اتریبیوت های محصول یک از مشخص های محصول نامش است. حالا این در کجا به ذخیره میشه؟ داخل یک فیل. این اتریبیوت انتیتی اینا فقط مفاهیم هستن. این ما در دیتابیس نداریم یک جایی رو باز کنیم بگیم این ای یک اتریبیوت است. اما امی اتریبیوت داخل یک فیل ذخیره میشه و فیل قابل نمایش است. خسته نشدیم جان؟ باشیم ببینیم که هنوز یکم وقت مانده. همین مدل های دیتابیس هم بخواییم که درس ما پیش برانه. من میخواییم که زودتر این مفاهیم سکر یک موضوع است. ممکنه کل این موضوعات که براتون میگیم تمامش براتون نو نباشه اما با خلاها یا مویگان موضوعات که یاد ندارین او را براتون واضح می‌سازنی و این خاطر کلش میشه به شکل یک اوورویو
ببینید، ولی او جایشه که نمیدونید واسهش خوب تاکید کنید و بخونید و امروز یک سورس از اختیارتون قرار میدم که او را مطالعه بکنید که کل خلاف ها برطرف بشه. خب آخرین موضوعی که امروز نمایش کرد میذاریم ریلیشنشیپس مدل هاست که اما انواع مدل هایی که ما برای ارتباطات داریم. این حتما تا بال فهمیدیم که دی بی ام اس چی است، بازی رو گفتیم که آر دی بی ام اس یا ریلیشنال دیتابیس منیجمنت سیستم ها دیتابیس داریم، دیتابیس رابطه‌ای. چرا که ما گفتیم ضرورت داریم که اطلاعات خود به تیبل ها تقسیم بکنیم، اگر نکنیم چه مشکلی پیش میاد؟ وقتی که گرفتن شو سامانه رو بعضی چی کنیم؟ خب میشه که وقت زیاد ضایع میشه. مشکلی که داریم در قسمت ذخیره سازیش هست، نه چطور میتونیم تمام اطلاعات یک شخص را در پهلوی هم دیگه قرار بدیم؟ و اگه شما این کارم انجام بدین دوپلیکیت دیتا رو افزایش میدین. یک مثال بسیار ساده، خب باشین که به خاطر که این دیاز هم بمونه من روی شکل براتون نشون بدم. اگه در این شکل داشته باشیم، مثلا اینجا ببینین، این خب موضوع نرمالایزیشن است، ان شاء الله روز دیگه کار میکنیم، عملا کار میکنیم، فعلا مثالش رو ببینیم. در اینجا ما داریم order no, order date, customer no, customer name, customer address, item order. این قسمت با نام چی یاد میکنیم؟ ریکارد نیست. هر کدام یک attribute هم نیست، هر کدام یک field هم نیست. نه ببین entity رو ما چی گفتیم؟ امین خوب شد که مثال آمد، مجموعی entity میشه. یعنی اینجا انتیتی ما چیست؟ همین تیبل خوانده دیتابیس آنالیزر هستین، تیبل یک شخص براتون نشون داد، باید این موضوعات بفهمین. انتیتی همینجا چی است؟ انتیتی نمی که نامش درست نه لطفا دقیق جواب بدین، انتیتی یا موجودیت ما در جدول ها چی است؟ کسومر. آفر نه 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 نشد، باز کسومر است، خود مشتری است. ببینید مثال بازم بتون براتون، در شفاخانه انتیتی مریض است، سیس باگ بخش مدیریش ادارش هم بسازیم، کارمنداش هم در بر میگیره. در مکتب متعلمین است، شاگرد است. در پانتون محصلین است. در کتابخانه کتاب هاست. در کمپانی کارمنداش هست. این انتیتی میشه. خب اینجا انتیتی کاستمر است و اتریبیوت ها کدام هستن؟ هر مشخصات، نام مشتری، آدرس مشتری، بله نمبرش، کل اینا اتریبیوت هاست. ببینید خوب دقت بکنید، این قسمت به نام چی یاد میشه؟ یک فیلد است. اینو میتونیم بگیم یک فیلد است، نه؟ صحیح مجموع، نه مجموع نه، فیلد منظور همون یک بخشی که یک جزی از اطلاعات یک شخص ذخیره میشه. این چالاکی کرده مزمه خاطر، این رو تاول براتون نگفتم، از خودم پرسان کردم به این خاطر که بدونم آیا این قسمت میشناسین یا نه. این اسکیما هست، S-C-H-E-M-A. آیا این معلومات هست؟ این معلومات یک مشتری است؟ نه. میبینی؟ این معلومات یک مشتری است، معلومات مشتری قصد از زیرش بیه. به این خاطر اگه گفتیم فیلد من قبول نکردم، بلکه میشه گفت درسته، اتریبیوت گفتیم من قبول نکردم. چرا؟ که این در حقیقت معلومات ما نیست، این مشخص نمیکنه. ببینی امیر اگه دست سرش بانیم، انگوش سرش بانیم، این معلومات هیچ مشتری نیست. این چی است؟ متا دیتا. خب اسکیما، خب یعنی در دیتابیس همیشه به نام اسکیما یاد میشه، دیگه مفهومش یاد بگیرید. این متا دیتا است، نه دیتا اباوت دیتا. آر در نو یعنی نمبر فرمایش، این خودش چی است؟ متا دیتا است، همون چیزی که قبلا یاد کردیم. و در دیتابیس را در اصول به نام اسکیما یاد میکنن، یا متر یا نمونه. این یک نمونهش است، اینا مثالاش که در پایین آمده. خب اصلا گپ سری بود که اگه تیبل ما همه اطلاعات رو داخل یک تیبل ذخیره کنیم چه مشکلی پیش میاد. ببین همین جمعی کار شده، نمبر تاریخ، نمبر مشتری را، نه نمبر فرمایش و نام مشتری را، آدرس، کلش در یک تیبل ذخیره کردیم. یعنی اینجا چندین تیبل نداریم، چه مشکلی اینجا پیش میاد؟ خودم بگم. بله ببینید اینجا یک، بله یک مشتری است ACM ECO تکرار شده. چرا تکرار شده؟ چون دو بار فرمایش داده. بله اینجا ببینید تمامش کاستمر نو عینش چی است، مقایسه بکنید. یعنی این همون مشتری است، نامش هم همون است، آدرسش با ما آدرس است، اما فرمایشی که داره مختلف است. صحیح؟ وقتی که شما تمام اطلاعاتتون رو داخل یک جدول ذخیره کنید با دوپلیکیت دیتا روبرو میشین، چون تمام معلومات داخل یک جدول است. اگر مقرر است یک مشتری 10 بار فرمایش بده و 10 بار معلوماتش رو نوشته کنه دیگه، یعنی اینجا این فیلد خالی برای ما یک مشکل است. به همین خاطر است که ما همه اطلاعات رو داخل یک جدول نه، بلکه در جدول‌های مختلف ذخیره می‌کنیم و این کار رو در همین عنوانی که اینجا می‌بینید نرمالایزیشن انجام می‌دیم که یک تیبل رو می‌شکنیم، اسپلیت، تقسیمات می‌کنیم به چندین تیبل تا همین مشکلات تکرار دیتا، دوپلیکیشن دیتا رو از بین ببریم. این رو به خاطر چی گفتیم که آمدیم سر RDBMS Relational Database؟
چرا DBM مثل طبیعی به RDBM کردیم؟ به خاطر که جدولای ما نمیتونن یکی باشه، باید چندتا باشه. وقتی که چندتا بود چطور با هم ارتباط داشته باشه؟ حتما یک ریلیشن یک ارتباطی باید بینشان برقرار باشه. اینجاست که RDBM مثال به وجود میاد. همین موضوعم بگیم و دیگه تمام. حالی که ریلیشنال دیتابیس ها رو شناختیم، ما سه مدل مختلف برای همین RDBMS ها داریم. یکی مدل هایرارکیکال است، سلسله مراتبی، یک مدل نتورک است، رابطه ای، و یکی خود مدل ریلیشنال است. سیز هر سه شان در قسمت ریلیشنال DBMS ها میه، اما یادتون باشه که این سه مدل مختلف است و سومیش که گفتیم ریلیشنال یک مدلی از RDBMS هاست. با خود RDBMS اشتباه نشست بشتم. در مدل هایرارکیکال چی گفت است؟ در مدل هایرارکیکال هر جدول فقط میتونه با یک جدول بالای خود ارتباط باشه. اینجا مفهومی چی با وجود میاد؟ روت و نودز با وجود میاد. یعنی در بالای دیتابیس ما چی وجود داره؟ یک تیبل اصلی روت ریشه وجود داره و از این تیبل چندین شاخه دیگر با وجود آمده. تیبل هایی که در قسمت لول پایین تر داره فقط یک رابطه با تیبل بالایی داره و این تیبل های پایینر برای نود یاد میکنه. هر تیبل فقط میتونه یک تیبل بالا سر خود داشته باشه، نه که از چندین تیبل اطلاعات بیاد و داخل یک تیبل ذخیره بشه. تو اینجا باز است؟ خب اینجا گفته شده every node just have a parent، parent و child، تیبل بالای parent، تیبل پایین تر از او قرار داشت child. هر تیبل child فقط میتونه یک parent داشته باشه، نه بیشتر. این مدل چه شکلی رو داره، چه ساختاری داره؟ top to bottom. یعنی اگه شما بخواید یک اطلاعات رو ذخیره بکنید همیشه باید از بالا به پایین بین. چرا؟ خب راهی نداره، نه سلسله مراتبی از بالا به پایین. یا اگه بخواید دیتا رو از داخلش بخونید بازم باید همیشه از بالا به پایین بخونید. نمیشه که تنها یک تیبل رو به تنهایی اکسس کرد و تمام اطلاعاتی که نیاز داره از این بعد اس بیاریم. این بسیار مشکل است. در وقت چی؟ استوریج پرابلم برای ما به وجود میاره. مشکل است برای ذخیره کردن اطلاعات. ما می‌خوایم یک فرمایش اضافه بکنیم. ببین مثال که نظر گرفتیم یک انتیتی ما کاستمر است، مشتری، فرمایش برام بده، جزئیات فرمایش هم است. اگه بخوایم امیر در یک دیتابیس هایرارکیکال ذخیره بکنیم از بالا به پایین، هم باید تیبل کاستمر رو اپدیت بکنیم، هم باید تیبل آردر رو اپدیت بکنیم، هم تیبل آردر دیتیل. این برام یک مشکل ایجاد میکنه به خاطر که سلسله مراتبی است، از بالا به پایین، تاپ تو باتم. اینا رو شناختیم، نقشه دیدیم. مدل دیگه که داریم نتورک است، یعنی دیتابیسی که رابطه بین تیبل هاش ایتون است که همیشه از بالا و پایین باشه و در این حالت میتونه که یک تیبل از چندین تیبل بالاتر از خود در لایه بالای بدس آمده باشه. یعنی ایتون است که هر چایل فقط یک پرند داشته باشه. اینجا مفهوم روت و نودز هست، این حفظ شده، اما یک تیبلی که در لایه های پایین تر شما دارید میتونه که با چندین تیبل در لایه بالایی داره ارتباط برقرار بکنه. در نتیجه ضرورت نیست که ما سلسله مراتب حتما اینجا رعایت بکنیم و حفظ بکنیم. میتونیم هر تیبل جداگانه توسط خودش دسترسی پیدا بکنیم. اما هنوز هم مشکلات برطرف نشده. هنوز هم استوریج پرابلم و یک مشکل جدید دیگه ای که داریم ریتریو پرابلم هم به اضافه میشه. وقتی بخواید دوباره اطلاعاتی رو که ذخیره کردین بخونین بازم در اینجا براتون مشکل ایجاد میکنه. چرا که باز هم به تیبل بالا سرش نیاز هست. نمیشه که یک تیبل، چرا، هنوز روت داره، ریشه داره. نمیشه که اطلاعات مستقیما از یکی دو جدول بعد استوار. اینجا این را خب عنوان یک مفهوم درک میکنیم، بعدا در عمل میبینیم که وقتی ما اطلاعات میخوایم بخونیم کوئری خود که رن میکنیم ضرورت از بعد وقت فقط از یک تیبل رن بکنیم، نه که بخوایم کل دیتابیس مورد دسترسی قرار بدیم. و آخرین نوع ریلیشنال مدل ما دیتابیس ریلیشنال است که این دیتابیس که امروزه زیاد استفاده میشه و تمام دی بی ام اس که براتون معرفی کردیم به می اساس کار میکنن. اکسس، اوراکل، MySQL، اسکی سرور، تمامشان مدل ارتباطاتشان ریلیشنال است. در این حالت بسیار خوب شما میتونید که هر تیبل با هر چند تیبل دیگه خواسته باشین ارتباط بدین. دیگه پرنت و چایلد نیست که ما بگیم این تیبل حتما باید پرنت باشه، این چایلد است. هر تیبل میتونه با چندین تیبل دیگه در ارتباط باشه. چطور؟ از طریق استفاده کردن یونیک فیلد ها. باید یک فیلد یونیک وجود داشته باشه، یعنی فیلدی که اطلاعاتش تکراری نباشه. در غیر از اون رابطه رو با وجود آورده نمیتونید. و وقتی که خواستین تیبل ها رو به هم ارتباط بدین، ریلیشن رو بینشون با وجود بیارین، باید از کی ها استفاده کنین که درس بعدیتون ان شاء الله در قسمت کی هاست. پرایمری کی، فورین کی، کی ها رو ایجاد میکنیم تا بتونیم تیبل ها رو به هم ارتباط بدیم. وقتی که از کی استفاده کنین میتونید انواع رابط های مختلف به وجود بیارین، یک به یک،
یک بچه هم چند بچه هم وان تو وان وان تو منی و منی تو منی دی. حالا چه مشکلاتی رو نداریم؟ ناقص برطرف شده، نو ریپیتید دیتا، دیتا تکراری نداریم، فقط معلومات یک مشتری یک بار ذخیره میشه. چرا؟ یک مشتری فقط یک معلومات دار، نیاز نیست که برای هر آردر دوباره اطلاعات مشتری تکرار کرده بره. ریکارد سیکونس نات امپورتنت. این دو رو ببینید، این بسیار مهمه که دیگه ترتیب ریکارد اهمیتی نداره. یعنی که به طور مثال ریکارد اول مشتری اول ما شخصی به نام احمد، در تیبل بعدی اولین ریکاردی که وجود داره مربوط به یک مشتری فرمایش مشتری به نام علی است. این اهمیت نداره که ریکارد اول اونجا احمد است ولی اینجا علی. ترتیب ریکارد اصلا اهمیتی نداره. چرا؟ ما از یونیک فیل و کیها استفاده میکنیم. در این حالت ترتیب از بین میره. این بسیار امکانات خوبی است که بعدا اگه یک مشتری به ما مراجعه میکنه دیگر نیاز نیست که پس دوباره یک ریکارد رو بین بعد از ریکاردهای قبلی خودش اضافه بکنیم و معلومات اونجا ذخیره کنیم. میتونیم معلومات به شکل غیر منظم اضافه کنیم و هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه. خوبی دیگهش فعل سکونس نات امپورتنت. حتی ترتیب فعل ها هم اهمیت نداره. آیا اول نام فرمایش بیاریم یا تاریخ فرمایش بیاریم؟ هیچ فرق نمیکنه. دلتون اول تاریخ میاریم بعد نویتش. چرا که هیچ تفاوتی در مدل رابطه‌ای نداره. هر فرد از طریق کیش قابل دسترسی است. به شرطی که این کل خوبی‌ها رو گفتیم، اما تو مفت رایگان است؟ نه. به شرطی که دیتابیس تا نارمل باشه. نارمالایزیشن یعنی پروسه نارمالایزیشن یا نرمال شدن طی کرده باشه. یعنی یک مفهوم، یک مفکوره براتون در نرمالیزیشن پیدا شد که روز بعدی میاریم سر نرمالیزیشن. تمام این موضوعات گفتیم یک قید داره، یک شرط داره، تضمینش باید تضمین وجود داشته باشه که این دیتابیس نرمالایز شده. خب و من الله توفیق کنم. سوالی اگه باشه باشه کم کم دیگه مفاهیم تئوری تمام میشه و اگه یکان موضوع براتون تکراری است دیگه رو به اتمام است. میتونیم کم کم بریم سر موضوعات عملی کار بکنیم، عملا همین چیزایی گفتیم رو در عمل پیاده بکنیم.